با درود دوباره به دوستداران کانون فرهنگ ایران، امشب گرد هم اومدیم و یکی از به هر حال جوانان اون موقع که در جوانان سالای فکر میکنم 80 و جوانان 80 سالای 70 اینا در سخن در برای ما سخنرانی میکنن، فکر میکنم با آقای مهدی عربشاهی آشنا هستیم، برنامه‌هاشون رو تو برنامه تلویزیونی دیدیم، من خودم چندین برنامه ازشون دیدم و فکر میکنم که این برنامه مفید خواهد بود. فقط من به بیوگرافی مختصری از ایشون در حال اونچه که من دریافت کردم براتون میخونم و بعد ایشون سخنرانیشون رو شروع میکنه. آقای مهدی عربشاهی فعال دانشجویی از دانشگاه زنجان این فعالیتشون شروع کردن. ایشون در دانشگاه دانشجوی کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک بودن. آقای عربشاهی با عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان دوبار با رأی دانشجویان به عنوان عضو شورای مرکزی این تشکل دانشجویش انتخاب شد. در سال اول مسئول واحد سیاسی و سال دوم دبیر انجمن و مسئول واحد تشکیلات این سازمان بودن. ایشان همچنین از سال 1380 تا 1384 نماینده دانشگاه زنجان در شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بودند. آقای عربشاهی سال 1385 در دوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدند. او در این سال به عنوان دانشجو ستاره دار یا دو ستاره اجازه ثبت نام پیدا کرد. آقای عربشاهی در اسفند ماه همین سال به عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدند. او در اولین دوره عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دبیر سیاسی این اتحادیه دانشجو بودند. اما من این در حال معرفی نامه مختصر رو براتون خوندم، ولی من برنامه های زیادی از ایشون دیدم. ایشون مهارت زیادی دارن در پیش بردن بحث و فکر میکنم شب خوبی داشته باشیم. آقای عربشاهی شما حدود 50 دقیقه وقت خواهید داشت که بحثتون ارائه بدید. اگر احساس کردین که بیشتر میخوان صحبت کنید یه تذکر به من بدید، من میتونم این رو به هر حال میتونیم ادامه بدیم. بفرمایید و خوش آمدید. بله خیلی ممنون، امیدوارم صدای من خوب بیاد. بسیار عالی. سلام و درود به همه عزیزان، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. بیشتر شما بزرگترهای من هستید و من خوشحالم این فرصت دارم که صحبت بکنم و امیدوارم که این صحبتهایی که انجام میدم بیشتر، حالا سعی میکنم خیلی هم طولانی نشه ولی بتونیم بعدش هم بحث و گفتگو داشته باشیم، چون موضوعی هم که راجبش میخواییم صحبت کنیم موضوعی است که در دلش هستیم و این وقتی در دل یه ماجرایی هستیم تحلیل خیلی سخت‌تر میشه و هر کسی ممکنه یک زوایا یک گوشه هایی از مسئله رو ببینه و در دل اون گفتگوها بیشتر شکل میگیره اون فکر و اندیشه آدم. قبل از که وارد بحث بشم یه در واقع قدردانی هم من میخوام بکنم از دوستان و عزیزانی که این کانون رو سالهاست میدونم که دارن و ادامه میدن. میدونم کار حالا جمعی کردن، کار تشکیلاتی کردن، اونم به صورت مستمر خیلی سخته و به هر حال یک جریانی که این سالهای متوالی ادامه دادین واقعا ارزشمند هست. فقط امیدوار هستم که این ضربه کرونا رو بتونین در واقع زودتر بذارین کنار و برگرده به حالت حضوری. من خودم برنامه هایی که در یه شهر هست و واقعا خیلی دلم میخواد که آدم ها مجازی نباشه بتونن همدیگر رو ببینن، یه بخش زیادی از اون
لذتش به همون دیدن از نزدیک است. حالا میدونم حتما مشکلاتی هست، ولی اگر که بتونیم به اون حالت برگردیم که بسیار عالی خواهد بود. در همین حالت هم خوبه، ولی حضوری قطعا بهتر خواهد. خب من موضوعی که انتخاب کردم رو با توجه به اینکه یک پاورپوینتی هم هستش، اجازه میخوام که این رو روی صفحه نمایش بدم و بر اساس اون بریم جلو و یکی یکی نکاتی که هست رو بنویسیم، توضیح بدم و بعد در واقع کنار هم میتونیم اون وقت در پرسش و پاسخ بررسی هم بکنیم. الان امیدوارم که اجازه بدید. خب بله، بسیار عالی، بسیار خوب. بله، همونطور که میبینید عنوان این در واقع سخنرانی خیزش سراسری و نسل نو هست. ابتدا قرار بود چهار هفته قبل اینو داشته باشم که مشکلاتی پیش اومد و نشد. یه بخشی از اینا رو من آماده کرده بودم، ممکنه یه آپدیتی هم کردم. البته خب تو این چهار هفته خیلی اتفاق افتاده، اون موقع خیلی ابتدایی تر بود، ولی باز یه کمی تمرکزش هنوز بیشتر رو اون بخشای ابتدایی این ماجرا هستش و طبیعتاً هرچی بگذره این نیاز به این داره که این صحبت‌ها و اطلاعاتی که اینجا هست آپدیت بشه و بره جلو. اولین چیزی که در مورد این اتفاقی که حالا یا رویدادی که ما در سال 1401 داریم، مسئله نامگذاریه. میدونیم که هر جایی بحثی میخواد بررسی بشه، اون به بسم الله اون اول بحث نامگذاری هست و نام‌ها خودشون میتونن معانی و مفاهیم مختلفی رو منتقل بکنن. شاید برای اتفاقی شبیه این نام‌های متفاوتی پیشنهاد بشه. در سال‌های گذشته مثلا در آبان 98، در دی 96 اون ترم و واژه‌ای که بیشتر استفاده می‌شد اعتراضات سراسری بود، حالا به اون معنی انگلیسی پروتست، که چون در شهرهای مختلف هم وجود داشت و رخ داده بود، اونو اعتراضات سراسری نامگذاری می‌کردن. بیشتر یه وجه اعتراضی پررنگ داشت، خیلی اون وجه سیاسی شاید به معنای سیاسی شدن رخ نداده بود. این بار حالا این نام خیزش سراسری رو در ابتدای قضیه رسانه‌ها به طور خاص رسانه ایران اینترنشنال انتخاب کردن، تا حدی جا افتاد. البته الان حالا جلوتر میگم که الان شاید تغییراتی هم کرده و باید بکنه. خب خیزش سراسری رو من در مقابل اینا میگم، البته هر کدوم از اینا بحثا زیاده، ولی من در مقابل خیزش رو به نوعی فارسی واژه قیام میبینم، که حالا در مقابل انگلیسی اگر بخوایم بگیم اون اپرایزینگ هست، یعنی برخواستن یک ملتی، برخواستن یک مردمی که به دنبال یه تغییر سیاسی هستن. شاید بشه گفت یک مرحله بالاتر و متکاملتر از اعتراضات سراسری هست و این رو ما در این وجهی که در سال 1401 هست میبینیم. خود من خیزش سراسری و جنبش انقلابی رو جابجا استفاده میکنم، بعضی جاها تو صحبتام از جنبش انقلابی میگم. جنبش یا موومنت تو اون تعاریف اجتماعیش باز میشه گفت یک مرحله متکاملتر، جلوتر و بالاتر از خیزش گرفته میشه، یک نوع سازماندهی بیشتری داره، یک نوع یه حدی از رهبری رو داره. و منتها توی ایران خود جنبش اجتماعی رو، چون خیلی وقتی شما بگین جنبش اجتماعی، یادآور یه سری اتفاقات رفرمیستی میشه، توی اصلاحات خیلی استفاده شده، جنبش های مطالبه محور که یه مطالبه خاص داره از مثلا حاکمیت رو ممکنه به یاد بیاره. برای همین من فکر میکنم که خیلی ها ترجیح دادن اون ابتدا خیزش رو به جای جنبش به کار ببرن، ولی جنبش انقلابی دیگه اون معنای حالا اصلاح طلبانه رو نخواهد داشت. یعنی یک جنبشی که روی کردش در واقع به سمت یک انقلاب یا یک تغییر بزرگ و واقعی هستش. دو تا تعبیر دیگه هم زیاد شنیده شد، باز در مورد اینکه آیا این انقلاب هست یا موقعیت انقلابی هست بحث شده. خب الان خیلی ها حتی تو شعارها میبینیم که این میگن که این در واقع یک انقلابه، در واقع مردم تاکید میخوان بکنن روی اینکه یک انقلاب هستش. واژه انقلاب ملی رو خیلی ها به کار میبرن. شاید کمی هنوز زود باشه و امیدوارم البته در این مراحلی که میره و تکامل خودش به مرحله‌ای برسه که بشه از واژه انقلاب ملی هم برای این استفاده کرد. اما من از اون موقعیت انقلابی هم، یعنی اگر شرایط رو بپرسه کسی که چه شرایطی هست، از اون واژه موقعیت انقلابی یا وضعیت انقلابی هم استفاده میکنم. بیشتر حالا یکی از تعابیری بوده که توی اون ادبیات چپ مارکسیستی بوده، لنین استفاده میکرده.
و موقعیت انقلابی شرایطی هستش که جامعه در یک وضعیتی قرار گرفته که حالا سه تا ویژگی مهم براش برشمرده. یکی این که ادامه حاکمیت بدون تغییرات امکان ندارد، یعنی انباشتی از بحران‌ها در جامعه هست، حاکمیت قادر به حل اونها نیست، که اینو ما در وضعیت ایران می‌بینیم. اگر بخوایم بگیم 43 سال 44 سال یه سری بحران‌های مدام روی هم انباشته شده و شکل گرفته که اینا حل نشده. حالا شما از بحران‌های اقتصادی و معیشتی بگیرید که می‌دونیم وضعیت کشور به چه صورتی هستش، از نظر مدیریتی شرایطی که کشور داره، از نظر فساد اقتصادی که وجود داره و از نظر اون رانت هایی که وجود داره و منابع داره مصرف میشه، و خب پیوندی که این شرایط اقتصادی داره با اون سیاست خارجی ناکارآمد و نادرست حکومت که در تمام این سالها به نوعی ملت رو به گروگان گرفته برای یه سری ایده های خاص خودشون، رابطه رو با بخش بزرگی از دنیا خراب کرده. و در حوزه اجتماعی و فرهنگی هم باز انبشت این بحران ها رو میبینیم که یک نسل ها اومده و این نسل ها هر کدوم یه سبکای زندگی خاص خودشون داشتن که هیچ کدوم در واقع همخوانی با اون سبکی که حاکمیت میخواد تحمیل بکنه نداشته. برای ادامه حاکمیت بدون تغییرات امکان نداره، در واقع یکی از اون ویژگی های موقعیت انقلابی رو میگم. یکی دقیقیت هر واقع تشدید اون تضاد مردم و حکومت هست، یا اون شکاف ملت دولت هست، که فکر میکنم دیگه از ابتدای انقلاب بالاترین سطح خودش رسته. یعنی میشه با قطعیت گفت که در هیچ دورانی وضعیت این تضاد مردم و حکومت در این حد در ایران بعد انقلاب حداقل عمیق نبوده. و سومیش هم که میشه اون رو باز دید، افزایش قابل توجه عمل انقلابی هست از طرف مردم عادی. یعنی یه شرایطی میشه، شما شاید سالهای قبل آرزو داشتید که مردم عادی رو ببینید که دست به یه عمل سیاسی حتی بزنن، نه حالا الزاماً عمل انقلابی، ولی اینجا یک دفعه میبینید شرایطی میشه انگار جامعه درش یه تحول روحی روانی رخ میده که آدما دست به اعمالی میزنن که اصلا تا دو ماه پیش سه ماه پیش قابل تصور نبود. شما میبینید که یه دفعه مثلا وقتی نیکا شاکرمی به قتل میرسه به عنوان یکی از اون چهره های شناخته شده این، حالا من فعلا از تعبیر خیزش سراسری استفاده میکنم، ولی میگم اون جنبش انقلابی یا موقعیت انقلابی رو هم میشه به کار برد. هنوز انقلاب رو زود میدونم، ولی الان اجازه بدین فعلا، چون موقعی که این پاورپوینت رو اولم تهیه میکردم خیزش سراسری بوده، فعلا با همین بریم جلو. میخوام بگم مثلا نیکا شاکرمی، خودش شما نگاه کنید، یه دختر 17 ساله تصاویرش در اومده که داره لیدری میکنه در قبل از اینکه بکشنش. یعنی با یک دختر 17 ساله با اون سبک زندگی که داره، فیلماش هست، آواز میخونه، شاید هیچ وقت مثلا این تصور نبود که به همه فکر میکنه این نسل یه نسل یه این آدمای هستن که دنبال زندگی شخصی هن و برای یک حالا اون خواست اجتماعی و اونی حاضر به هزینه نباشن، ولی میبینیم دختر داره لیدری میکنه. یا وقتی کشته میشه مادر نیکا شاکرمی سر زمان خاکسپاریش وای میسته. اینجا تو خانواده ها خیلی جالبه، یه خانواده ها بیشتر از اینکه درگیر اندوه و سوگواری باشن، خیلی از اینا درگیر خشمن و درگیر یک اکت انقلابی، در واقع دفاع دارن میکنن از کاری که فرزندشون کرده و نوید میدن که ما ادامه خواهیم داد. یه دختر یکی دیگه از جانباختگان به نام مینو که حالا الان فامیلش یادم نیست، که در کرمانشاه کشته شد، که اصلا تصویرش خیلی معروف شد که سر قبر مادرش ایستاده، موهاشو بریده بود، در دست گرفته بود و در نگاهش یک خشمی دیده میشد که اون خشم به نظر من میتونه پشت هر حکومتی رو بلرزونه. میخوام بگم این عملهای انقلابی رو نمیشد تصور کرد، این روحیه رو نمیشد تصور کرد تا دو سه ماه پیش و یه دفعه این اتفاق میفته. یا حالا من یه نمونه دیگه که خودم خیلی تحت تاثیر قرار داده، این روزا خیلی دنبال اینم که خبری ازش بیاد، خبری هم نمیاد، دختر زنجانی هستش، بعضیا گفتن اسمش ندا بیات، ما هنوز نمیدونیم، که رفت همین دو هفته پیش بالای ماشین پلیس وایساده بود، روسریشو برداشته بود، سن بسیار کمی هم داشت، اما این دختر در واقع یه همچین عملی رو انجام داد و میشه گفت که اساسا تمام اون قدرت حاکمیت رو انگار که به سخره گرفت. حالا من میگم فعلا با تسامح همون خیزش سراسری رو میگم، ولی اون دو ترم دیگه جنبش انقلابی موقعیت انقلابی رو هم به نظرم میشه استفاده کرد. انقلاب رو هنوز شاید کمی زود بدونم، به این دلیل که انقلاب به نظر من نیاز به یه تکامل داره، یه شکلی از رهبری و یه شکلی از سازماندهی بیشتر رو هم نیاز خواهد داشت. حالا این خیزش سراسری رو ما اگر بخوایم بررسی کنیم، طبیعتاً میشه از وجوه مختلفی بررسی کرد.
میدونیم که در دستگاه‌های تحلیلی مختلف هم این مسائلی از این دست رو به انواع مختلفی بررسی میشه. خب یکی از شناخته شده ترین دستگاه‌های تحلیلی اون دستگاه تحلیلی چپ در ایران هست که معمولاً در هر رویدادی به دنبال این است که ببیند که کدام طبقه میداندار هست و کدام طبقه در صحنه هست، یعنی بیاد این خیزش رو از وجه طبقاتی بررسی بکنه. میگم اینا باز همه اطلاعاتی هستش که ما بر اساس مشاهده داریم، هنوز کار در واقع تحقیقی انجام نشده، ولی اون چیزی که ما میبینیم اگر در بشه گفت که به نظر من در واقع این چند وجهیه، یعنی هم درش طبقات کارگر و طبقاتی که از نظر اقتصادی ممکنه پایین تر باشن رو میشه دید، هم طبقات متوسط شهری و پررنگ میشه دید، ولی فکر میکنم نسبت به آبان 98 و نسبت به دی 96 یک اتفاقی که افتاده، حضور طبقه متوسط شهری دوباره پررنگ شده. طبقه متوسط شهری میشه گفت از بعد از جنبش سبز تا حدی دیگه با اقدامات اعتراضی همراه نبود، در یه دوران بیشتر به دنبال حالا دولت بنفش رفت و رأی به روحانی و دلبستن به برجام و مسائلی از این دست. در دی 96 من میگفتم که اعتراضات دی ماه 96 وقتی نگاه میکردی بیشتر اون وجه کارگری، وجه طبقات پایین‌تر اقتصادی رو داشت. طبقه متوسط شهری نه تنها همراه نبود، بلکه میشه گفت که همدل هم نبود، حتی یه نگاه مشکوک بعضن داشتن و فکر میکردن که ممکنه این کار خود حاکمیت باشه یا طرح‌ها و برنامه‌هایی باشه. اما در آبان 98 یه اتفاقی افتاد که این طبقه متوسط شهری میشد همدلیش رو با اعتراضات آبان 98 دید، اما باز هنوز همراه نشده بود، یعنی اگرچه همدل بود اما انگار که پرهیز داشت از اینکه درگیر این ماجرا و این کنش اعتراضی بشه. قضیه هواپیمای اوکراین که افتاد به نظر من خیلی تاثیر داشت، اون شلیک موشک سپاه و هواپیمای اوکراین که باعث شد به نوعی طبقه متوسط شهری بیشتر احساس همزاد پنداری کنه، بیشتر احساس نزدیکی کنه و از اونجا دیگه کم کم میشه گفت که نه تنها دیگه همدل ولی همراه هم شد و حتی میتونم من بگم در سال 1401 بر اساس شعارها، بر اساس رویکردها، بر اساس نگاهی حالا کلی به اون کسایی که چهره شدن، خانواده هاشون، میشه گفت که طبقه متوسط شهری حضورش حتی پررنگتر از بقیه هستش. در وجه جنسیتی به هر حال سوال این است که آیا ما میتونیم این خیزش رو در واقع زنانه مردانه بکنیم، کدوم یک پررنگتر هست؟ خیلی ها از تعبیر انقلاب زنانه به کار استفاده میکنن. میدونیم که مسئله از یک زن شروع شد، کشتن یک زن به دلیل بحث حجاب اجباری. میدونیم که شعار اصلی این حرکت زن زندگی آزادی بوده و میبینیم که حضور خیلی پررنگ دخترها در دانشگاه، حضور پررنگ دخترای دانش آموز در مدارس و در خیابان‌ها حضور پررنگ زنان رو میبینیم. میشود گفت که باز اینجا اگرچه باز هر دو جنس هستن، هم مرد هست هم زن هست، اما حضور زنان میشه گفت که پررنگ‌تره، یا قطعاً میشه گفت که از اعتراضات و موارد مشابه خیلی خیلی حضور بیشتری دارن. در اون تقسیم بندی منطقه‌ای و قومی اگر بخوایم بگیم، تقریبا شهر همه استان‌ها و بسیاری از شهرهای ما، مراکز استان‌ها حداقل یک بار رو یا یک روز رو در واقع اعتراض و مشارکت در این مسئله داشتن. اما خب بعضی مناطق پررنگ‌تر هست، به طور مشخص کردستان. تصاویر و فیلم‌هایی که از کردستان می‌بینیم خیلی متفاوت از بقیه جاهای ایران است. در کردستان میشه گفت واقعا در این موقعیت انقلاب، در انقلاب هستن، یعنی شرایطی که از شهرهای مریوان و سنندج و جاهای مختلف می‌بینیم و اون اعتصابایی که شکل گرفته در بازاری که در اعتصاب هست، یا دوباره در این طرف در جنوب شرقی به سیستان و بلوچستان وقتی میایم، هم برخورد حاکمیت بسیار پر خشن‌تر هست، یعنی گلوله‌های جنگی و به رگبار بستن مردم رو می‌بینیم، و هم در واقع این حضور باز پررنگ این افراد که حالا اونجا باز یه تفاوتی هم داره، زمینه حضورشون یکی متفاوت است، ولی به هر حال در کردستان و سیستان و بلوچستان به طور محرز متفاوت هستش. در بعضی استان‌ها مثلا مثل کرمان، مثل حتی استان فارس و شیراز، اینا یه مقداری کم رنگ‌تر از قبل هستش، ولی در تهران، در استان‌های شمالی، اینها میشه باز همچنان حرکت رو پررنگ دید. از نظر قومی به هر حال کردها خب خیلی نقش پررنگی داشتن، بلوچ‌ها خیلی نقش پررنگی داشتن و در کنارش سایر ایرانی‌ها هم بودن. وجه
نسلی هم اون وجهی است که حالا من دیدم بعضیا روش خیلی تاکید میکنن، بعضیا خیلی گارد میگیرن و میگن نباید این نسلی کردش. من فکر میکنم که اما از نظر سنی و نسلی هم میشه این تقسیم بندی رو کرد که آیا این کسانی که در این خیزش سراسری مشارکت بیشتری دارن متعلق به یه نسل خاص هستن یا نه. این ایراد و البته بعضی من خودم موافق این نگاه هم، یعنی فکر میکنم که وجه نسلی یه وجه مهم مسئله هست، اما بعضی این ایراد رو میگیرن که برحال در همه انقلابا در یا در همه اعتراضات اینطوری اون نسل جوانه که میداندار میشه، چون خطرات زیادی داره، ریسکای زیادی داره و اونا ریسک پذیرتر هستن، خطر پذیرتر هستن. همه ما در سن 18 سال و 20 سال یه رفتار داشتیم، در سن دیگه ممکن رفتارهای دیگه داشته باشیم. این استدلال قابل تحمل هست، اما یه سری ویژگی های این خیزش سراسری داره که به نظر من این ویژگی ها تطابق داره با ویژگی های اون نسلی که حالا بهش میگیم نسل نو، نسل زد یا زومرها که بعداً توضیح خواهم داد، و اونا رنگ خیلی پررنگی از خودشونو به این خیزش سراسری و این اعتراضات زدن و بنابراین من نقش اونها رو هم خیلی خیلی پررنگ میبینم. البته نسل‌های دیگه هم بسیار همدل هستن، بسیار همراه هستن. من هم صحبت کردم با خیلی ها، هم سن و سالای خودم، سنهای بالاتر، بعضن کسایی که تحسین میکنن اینایی که در خیابون دارن اعتراض میکنن رو، اما به دلیل همون حالا ترسی که از سن بالاتر هست یا یه شکلی از محافظه‌کاری یا حتی یه شکلی از ناامیدی که احساس میکنن که چون خودشون چندین بار اقدام کردن برای تغییر و شکست خورده، یک شکلی از ناامیدی رو دارن، کمتر هنوز وارد صحنه شدن و حالا میگم که ورود اونا به صحنه میتونه بازی رو خیلی متفاوت کنه، ولی به هر حال میداندار فعلا این نسلی هست که نسل نو نام داره. خب اگر این خیزش سراسری رو بخوایم بررسی بکنیم، طبیعتاً باید به نقطه آغازش برگردیم. هنوز دو ماه نگذشته، خیلی ها به یاد داریم، ولی من اینها رو گفتم که یک مروری با هم دیگه بکنیم. به طور مشخص مسئله اصلی در اینجا در محور آزادی اجتماعی بود. چرا اینو میگم؟ البته مسائل مثلا اقتصادی هم حتما در اون بک‌گراند هست، ولی اون نقطه شروع قطعا بحثی از آزادی اجتماعی بوده. مثلا فرق میکنه با 98 که شروعش بحث بنزین بوده، بالا رفتن قیمت بنزین بوده. اینجا اون نقطه محرک، اون تریگری که راه انداخت ماجرا رو، کشته شدن مهسا امینی بود به وسیله گشت ارشاد. مسئله حجاب به عنوان یک محدودیت در آزادی اجتماعی بسیار پررنگ شد، مسئله زنان بسیار پررنگ شد. پیام اصلی یا شعار اصلی به نوعی حول زن، زندگی و آزادی شکل گرفت که میدونیم این به هر حال یک ریشه ای هم در جنبش های کردی خارج از ایران داشته، شعار زن، زندگی، آزادی. البته این شعار در تعابیری که داره وجوه مختلفی رو در بر میگیره. من خودم چندین بار جای مختلف صحبت کردم، گفتم بر اون بحث زنش میتواند تأکید بر حقوق زنان باشه که این حقوق زنان خیلی نمادین هست. یعنی حقوق زنان وقتی شما میگید کنارش به نظر من در ذات خودش حقوق اقلیت‌های جنسی رو هم داره، حقوق اقلیت‌های دیگر رو هم داره. اگر در ایران ما بتوانیم مسئله حقوق زن رو به صورت بنیادی حل بکنیم، یقیناً کنار این خیلی از آزادی‌های اجتماعی و حقوق دیگر هم محقق شده. بنابراین فقط مختص به بحث زنان نیست و این یک نمادی هستش. بحث زندگی هست که خب زندگی میتونه باز وجوه مختلفی از این افرادی که در واقع زندگی میخوان و این زندگی برای یه بخشش طبیعتاً اون بحث‌های معیشتی و رفاهی هستش که جامعه از دست داده و سال هاست که اینها رو به نوعی تجربه نمی کنن. جامعه‌ای که هر چقدر تلاش میکنه زیر بار اون تورم، زیر بار اون گرانی و زیر بار اون شرایط بد اقتصادی روز به روز زندگیش بدتر میشه. معمولا خیلی افراد فاصله شون با خریدن یه خونه مدام داره بیشتر و بیشتر میشه. هر چقدر کار میکنه، اگر امسال فکر میکنه من 10 سال دیگه کار کنم و پس انداز کنم ممکن است یه آپارتمان بخرم، بعد 2 سال احساس میکنه که باید 20 سال کار کنه و خیلی ها شاید اساسا آرزوهای سادهی مثل خریدن یک مسکن برای خودشون رو هیچ وقت نتونن محقق کنن. شغل داشتن برای خیلی ها آرزو شده، شرایط اقتصادی معمولی برای خیلی ها آرزو شده و طبیعتا اینا همه اون ابعادی از زندگی است که جامعه طلب میکنه. و آزادی که اون شعاری هست که اون رو هم خیلی ما میشنویم، جمعیتی که همزمان پای بر زمین میکوبه و فریاد آزادی آزادی سر میده
و اون گمشده‌ای که شاید ما 120 سال هست از دوره مشروطه جامعه ما به دنبالش میگرده و هرچه گشته مثل در واقع تشنه‌تر شده، مثل آب شوری که هر چقدر میخوری شما تشنه‌تر میشه، هر چقدر جلو اومده این آزادی رو بهش نرسیده و یک سرابی شده که هرچی میدود فاصلش انگار باز بیشتره. و امیدواریم که بتونه این جنبش که یک پیام به این زیبایی داره اینها رو محقق بکنه که این سه وجه هر سه وجوهی هستش که بسیار مورد توجه هست. بعد از حالا این یک نکته دیگه در واقع در اون نقطه آغاز، بعد از اینکه مهسا امینی یا ژینا نامی که در کردها خودشون بیشتر به اون نام مینامن، هر دو رو حالا ما استفاده میکنیم، بعد از اینکه در کما بود و بعد جان خودش از دست داد، خب فراخوان اول یه سری به صورت خودجوش در مقابل بیمارستان که او جانش رو از دست داد جمع شدن، ولی فراخوان اولی که در تهران داده شد رو جمعی از فعالان حقوق زنان ایران دادن، فراخوان دادن برای حضور در بلوار کشاورز. میدونم من اونا چهره های شناخته شده هم در بینشون است، ولی نخواستن اسم خودشون رو علنی بکنن. اما این فراخوان که از طریق سایت های زنان و شبکه های اجتماعی اون نام روش کار شد، با استقبال روبرو شد و اون اعتراض اول در تهران بود، در این حال که همزمان اعتراضات در کردستان هم به خاطر اینکه مهسا اهل کردستان بود شروع شده بود. در تهران در واقع این اعتراض اولی که با یک فراخوان اومد از اینجا شروع شد. بعد از اون در واقع یکی از ستونهای خیلی خیلی اصلی و مهم این خیزش سراسری جنبش دانشجویی بود. من چون خودم سابقه فعالیت دانشجویی داشتم، بخوام بیشتر رو اینجا تمرکز بکنم و بیشتر توضیح بدم، دنبال میکردم همیشه اخبار جنبش دانشجویی رو در این سالها. از سال 88 به بعد میشود گفت که جنبش دانشجویی در ایران یه دوره که به شدت سرکوب شد. من خودم تا 88 فعالیت دانشجویی هم داشتم، ولی خب نسل ما حالا زندانی شدیم و خیلی همون یا مدت‌های طولانی در زندان موندن یا از کشور خارج شدن یا به هر حال دیگه فارغ التحصیل شدن، از دانشگاه رفتن. یه خلأ و گپی بین 88 به بعد به وجود اومد در واقع تو نسل دانشجویی. از 92 دانشجویانی که حالا دوره حسن روحانی تصور می‌کردن شاید بشود دوباره فعالیت‌های دانشجویی کرد، برگشتن، اما باز به شدت تحت کنترل بودن. تشکل‌های دانشجویی به شدت سختگیری می‌شد بهشون، اجازه نمی‌دادن که اونها از حدی رشد بیشتر رشد بکنن و این کنترل شدید حالا امنیتی، حراست‌ها بخوان، وزارت اطلاعات بخواد، اجازه نداد جنبش دانشجویی برگرده به حالت قبلی خودش و جان جدی و اون حضور جدی در دانشگاه داشته باشه. اینجا در واقع ما رسیدیم به بحث کرونا در همین حین که کرونا هم وقتی رخ داد، برای 3 ترم 4 ترم دانشگاه ها اکثر کلاس ها به صورت غیر حضوری در اومد و این غیر حضوری شدن به چون 3 ترم 4 ترم در دوره دانشجویی زمان زیادی هست، یعنی خیلی ها فارغ التحصیل میشن میرن، چون ما توی جنبش دانشجویی برای اون بحث انتقال تجربه رو مدام داریم دیگه. دانشجوی ترم یکی میاد ترمای بالاتر رو میبینه، از اون یاد میگیره، تجربیاتی بهش منتقل میشه، ولی 3-4 ترم رفتن بدون اینکه دانشجوی پایین‌تر اونا رو ببینن. اواسط ترم قبلی دانشگاه ها دوباره بازگشایی شد و برای همه معما بود که دانشگاه جدید چه شکلی خواهد داشت. یعنی یه اتفاق عجیب این بود که در این زمان همه اون کسانی که به دانشگاه برگشتن، چون حالا باید به شوخی یا به تعبیری در دانشگاه ترم یکی ها رو سال صفری نام میزن، یعنی بچه هایی که تازه اول اومدن، ولی یه دفعه ما با شرایطی رو بروشدیم که ترم یکی سال صفری بود، ترم دو سال صفری بود، ترم سه سال صفری بود، ترم چهاری هم سال، یعنی همه اینا برای اولین بار بود که به دانشگاه میمدن، برای اولین بار بود که خیلی هاشون همکلاسی هاشون رو حضوری میدیدن، هرچند که در کلاس های مجازی، شاید در پلتفرم های مجازی با هم دیگه مرتبط بودن. و یه دفعه اینو حاکمیت هم به چشم یک فرصت برای خودش دید، یعنی تصور کرد که خب ما حالا دانشگاه از اون دانشجوهای قدیمی تر خالی شده، رفتن 3-4 ترم تازه برای اولین بار اومدن، ما از اینجا میایم و سختگیری میکنیم از این اول دیگه، اگه به قبلی‌ها نتونستیم اون سبک زندگی خودمون، اون خواسته های خودمون رو تحمیل بکنیم، به اینا تحمیل خواهیم کرد دیگه، اینا که همه بی تجربه و کم تجربه هستن و ما به اونها تحمیل خواهیم کرد. ولی جالب هست که این نسل جدید
یک مقاومت باور نکردنی رو نشون داد. یعنی ما میبینیم که از همون ابتدا ترم قبل وسطاش که اومدن شروع شد ولی باز کم رنگ بود. برای اینکه بخوایم ارزیابی کنیم، من خودم منتظر این ترم بودم و این ترم واقعا حیرت زده کرد همه رو. یعنی وقتی شما ببینید از قبل از هفته اول مهر که دانشگاه ها قرار باز بشن، از آخرهای شهریور دانشگاه اعتراض خودش رو شروع کرد. حتی هفته اول مهر هم دو تا تعطیلی توش بود، یه شنبهش تعطیل بود، سه شنبهش تعطیل بود، یعنی عملا تقلق بود مثل خیلی از هفته های اول. ولی دانشگاه این روند رو ادامه داد و در تمام این روزا وقتی ما نگاه میکنیم، هر روز دانشگاه به غیر از روزهای جمعه که حالا تعطیلی بوده، هر روز به نوعی دانشگاه بوده که صبح این چراغ اعتراض، چراغ مقاومت و چراغ مبارزه رو روشن کرده. و چه فشار و سرکوب شدیدی حکومت گذاشت روی دانشگاه که بی سابقه، واقعا بی سابقه. یعنی اومدن در واقع از هر دانشگاهی حداقل 10-20 نفر در واقع بازداشت شدن، زندانی شدن و شاید بعضی دانشگاه خیلی بیشتر. بعضی دانشگاه ها رو مثل دانشگاه سنت شریف 2 هفته تعطیل کردن به خاطر اتفاقاتی که افتاد. خیلی ها رو در واقع ممنوع الورود کردن، اصلا به دانشگاه راه نمیدن. کسایی که حدس میزنن که ممکنه که نقش داشته باشن در اون اعتراضات، خیلی ها رو به کمیته انضباطی احضار کردن، با خودشون تماس میگیرن تهدید میکنن و با خانواده‌ها تماس میگیرن تهدید میکنن. نیروهای حکومتی رو ریختن توی دانشگاه و ضرب و شتم شدید کردن تو خیلی از دانشگاه. یعنی اگه ما مثلا از سال 70 یک کوی دانشگاه داشتیم، الان چندین و چند بار به نظر من این اتفاق افتاده. خوابگاه ها حتی بچه‌ها در امان نیستن و من واقعا خودم شب که میخوابم با خودم میگم آیا واقعا فردا دوباره بعد از این همه فشار اینا خواهند اومد یا نه. و بعد صبح که بیدار میشم میبینم باز دوباره اومدن. یعنی واقعا در دلم آفرین میگم به این بچه‌ها که با این فشارهایی که اینقدر طاقت فرسا است، اینقدر دارن مقاوم عمل میکنن. یه ویژگی دیگه باز در مورد دانشگاه این بود که خیلی از دانشگاه‌هایی که کمتر در گذشته ما می‌دیدیم فعال باشن، الان میداندار هستن. حالا این گذشته که من میگم طبیعتاً منظور همین 15 20 سال اخیره، ولی مثلا در این 15 20 سال اخیر دانشگاه شریف فعال بوده، دانشگاه امیرکبیر فعال بوده، بعضی دانشگاه‌ها فعال بودن، ولی مثلا دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه ملی خیلی فعال نبوده. ولی الان می‌دیدی اصلا یکی از دانشگاه‌هایی که خیلی خیلی پرشور دارن حضور پیدا می‌کنن. حتی شبا تو خوابگاهاشون که چون نزدیک زندان اوین هم هستش، می اومدن شعارهایی می دادن. این صداها من شنیدم حتی به زندانیان اوین هم می رسیده. به دانشگاه تربیت مدرس که بیشتر در واقع فوق لیسانس و دکترا هستن و چون لیسانس نداره، معمولا خیلی از فعالیت های دانشجویی رو دانشجویان لیسانس انجام میدن، ولی باز اینا می دیدیم که خیلی خیلی حضور پررنگی داشتن. بعضی دانشگاهی که من اسمشون رو نشده، برای من بودن 10-11 سال از ایران خارج شدم، ولی معلومه خیلی تازه تأسیسن، دانشگاهی کوچیک هستن، دانشگاه غیر انتفاعی که تعداد زیاد دانشجو نباید داشته باشه. اینا میدیدم که چقدر پرشور دارن اعتراض میکنن. و حالا برای خود من خیلی سوال هستش که این نحوه سازماندهی اینا چیه، چون میدونم که دیگه تشکل‌های دانشجویی، شورای صنفی، خیلی از اینا رو انقدر دیگه سرکوب کرده حاکمیت که اون توان قبل رو ندارن. و جالبه که این سرکوبا تاثیر عکس داده. یعنی فکر میکرده حاکمیت اوکی، من این تشکلا رو تعطیل میکنم، این چهره های شاخص رو بازداشت میکنم، زندانی میکنم، اخراج میکنم و این قضیه تموم میشه. ولی حالا الان با یه توده ای از دانشجوها روبرو شده که نمیدونه چه کار باید بکنه، چون نه تشکلی هست که تعطیل بکنه، نه دانشجوی شاخصی هست که فعال دانشجویی مثلا شناخته شده بگه اینو میگیرم تموم میشه. میگیره، خیلی حالا میگیره، ولی تموم نمیشه. و این به هر حال یه اتفاق بسیار جدید هستش که افتاده و برای من خیلی جالب بود. یه شگفتی خیلی خیلی بزرگ برای خود من بازگشت دانش آموزان به مبارزه بود. خب من همیشه اون موقع می‌دیدم، شما شاید بعضیاتون یادتون باشه که یه می‌شنیدم در واقع که زمان انقلاب چیزی به نام جنبش دانش آموزی ما داشتیم. یعنی دانش آموزا هم فعالانه درگیر جنبش های سیاسی و اعتراضات سیاسی می شدن. ولی اصلا از اون زمانی که من یادم هست تا همین امسال اصلا چنین چیزی قابل تصور نبود که دانش آموز، یعنی دانش آموز خیلی انگار کوچک دیگه دیده می شد از نظر سنی، از نظر تجربه، و اصلا چنین فضایی قابل تصور نبود که دانش آموز بخواد به نوعی درگیر چنین مبارزه‌ای بشه. حتی به نوعی خیلی ها این برداشت رو داشتن که جنبش دانشجویی هم به زودی
به سرنوشت جنبش دانش آموزی دچار خواهد شد، یعنی اون هم به اون حالت به کمرنگ خواهد شد. ولی ما امسال دیدیم که دانش آموزان یکی از پایه‌های اصلی مبارزه شدن که خیلی عجیب بودین. انتظارش رو هیچ کس نداشت. دانش آموزای دبیرستانی، هر دبیرستانی که تعطیل میشه این دخترها وقتی از مدرسه میان بیرون، این خودش اصلا منبع یه حرکته. یعنی 20 تا دختر، 15 تا 30 تا دختر با هم دیگه دارن میرن رو سریا رو برداشتن، دارن تو هوا میچرخونن، شعار زن زندگی آزادی میدن، شعار علیه حکومت میدن. و خب اینا رو حاکمیت هم واقعا مونده چه باید بکنه؟ دست بزنی بهشون خب سخته. اینا بالاخره جامعه رو برمیانگیزه، میزنه. البته حکومت انقدر بیرحمه که همینها رو هم زد. میدونیم در اردبیل حداقل دختری رو از این دانش آموزان متاسفانه زد و کشت. ولی اردبیل یک روز واقعا شرایط کاملا انقلابی، اصلا اعتراضات خیلی شدید در اونجا به وجود اومده بود. منتها چون همزمان شد بعد با اون آتش سوزی اوین، یه مقداری تحت شعاع قرار گرفت خبراش. ولی به هر حال میدونیم که دست زدن به اینا سخته. یعنی اینا رو اگر بکشه، اگر بازداشت کنه، هر کاری بکنه، به هر حال وجدان جامعه رو خیلی برمی‌انگیزه. دانش آموزان پسر باز همینطور، حتی تو سن پایین‌تر شما توی دبستان‌ها می‌بینید که عکسای خامنه‌ای رو برداشتن. نمی‌دونم، من صدای یکی از دوستانم صدای دختر سوم دبستانش رو فرستاده بود که توضیح میداد که مثلا مدرسه چه خبر است، که حالا میگفت سوم دبستان واقعا دیگه کوچیکن اینا. حالا ما واقعا تشویق در مقام چیز تشویق هم نباید بکنیم اینا رو برای یه همچین کاری، ولی من دارم توصیف میکنم که چه شرایطی هست که اینا در واقع روی تو مدرسه میگفتش که شعار توی دستشویی مدرسه مینویسن، یا رو در دستشویی مدرسه بچه‌ها مثلا نوشتن بیت رهبری. و خب اینا برای، یعنی میخوام بگم یه انگار یه اتفاقی در جامعه ما افتاده که به نحو عجیبی همه چیز عوض شده. من حالا اینم به عنوان یه تجربه شخصی بگم، خیلی شاید جالب باشه. یه دو هفته قبل از این ماجرا با یه دوستی صحبت میکردم و جمع‌بندی حرفای ما این بود که شرایط در ایران اصلا نمیتونه به سمت انقلاب بره. برای اینکه به عنوان نمونه میگفتیم شما همین خارج از کشور رو ببین دیگه، نمیشه که ایران بگیم داره انقلاب میشه، خارج کشور انقدر بیحال و بیرمق باشه، که اون موقع هیچ خبری هم واقعا نبود. ولی یه دفعه شما میبینید ظرف دو هفته یه اتفاق، اون انبار باروت رو منفجر میکنه، دانشجو متفاوت از قبل، دانش آموز متفاوت از قبل، خارج از کشور اتفاقایی که اصلا قابل تصور نبود. دو ماه پیش، سه ماه پیش مثلا کسی اگر میخواست یه تجمعی بذاره ممکن بود 10 نفر 20 نفر. من همین شنبه که در واقع جمعیت رسیده بود جلوی دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی، خب چند هزار نفر جمعیت، تازه حالا اون روز شاید خیلی هم نبود، ولی چند هزار نفر جمعیت وایساده شعار میده. یادم میافتاد که یه موقعی ما جمع میشدیم 10 نفر 20 نفر و نمی اومد این ایرانی ها و هنوز نمی اومدن در مقابل اونجا که اعتراض بکنن. و الان میبینیم اون 10-20 نفر شده مثلا چند هزار نفر. و حالا من یقین دارم اگر ادامه پیدا کنه ممکنه که باز از اینم خیلی خیلی بزرگتر بشه. و این اتفاق به نوعی جامعه رو انگار که تکون داده و برده جلو. خب در مورد ادامه این خیزش سراسری باز من چند تا نکته ها رو میخوام مرور بکنم. یه بحث خیلی مهم اون گستردگی جغرافیایی بود، به معنای اینکه تعداد بسیار زیادی شهر، من از 150 تا 200 تا شهر رو شنیدم که حالا بعضی ها شمردن، شهرهایی که درشون این اعتراضات حداقل یه بار رخ داده، در واقع انقدر این تعداد شهرها زیاد بود که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی امکان تجمیع و حضور در یه شهر رو پیدا نمی کرد و خودش اجازه می داد که خیلی از شهرها در واقع این حرکت رو و این اعتراض رو داشته باشن. من خودم توی یکی از مصاحبه ها که داشتم با یکی از رسانه ها گفتم آقا الان واقعا هر شهری و هر محله‌ای باید فکر کنه که اگر من بیام، این به معنی اینه که چند تا نیروی سرکوب اینجا درگیر میشه و یه جای دیگه از شدت سرکوب کم میشه، برای اینکه مجبورن اینجا نیرو بفرستن دیگه، نمیتونن همه رو متمرکز کنن جای دیگه. و جامعه انگار در یه شکل ناخودآگاه و یا یک خرد جمعی رسیده به سمتی که اون عدم تمرکز میدانی، یعنی تا الان به سمتی نرفته که مثلا همه جمع شیم در میدان انقلاب، همه جمع شیم در میدان آزادی. نه، هر کس تو محله خودش میاد سر کوچه یه آتیشی ممکن روشن کنه، 10 نفر 20 نفر شعار میدن، حالا تا وقتی که بخواد اون نیروهای سرکوبگر برسن تعداد بیشتر میشه، اینا که میرسن خب یه محله دیگه فضا پیدا میکنه. یه دفعه شما میبینید که
در یه شب مثلا در تهران شاید 100 تا محله داره درش اعتراض میشه و اینا در واقع در یه جا جمع نشدن و این یه استراتژی بوده که انگار جامعه ناخودآگاه انتخاب کرده در مقابل سرکوب شدیدی که حاکمیت میکنه. به قول یکی میگفت قبلا وقتی فراخوان‌ها متمرکز بود میدان رو از قبل نیروی سرکوب تسخیر میکرد، یعنی اگر میگفتن خب ما فردا تجمع ساعت 6 هست در میدان انقلاب، از ساعت 3 ظهر تمام نیروهای سرکوب اونجا رو گرفته بودن، یعنی اصلا دیگه شما نمیتونستین جمع بشین. ولی اینجا الان نیروی سرکوب کجا رو ببنده نمیدونه، نازی‌آباد رو ببندم، جوادیه رو ببندم، قیطریه رو ببندم، کدوم محله رو ببندم، هر جایی که ببندی یه جای دیگه میزنه بیرون. و این عدم تمرکز در واقع یه مزیتی داده به نیروهای مردمی در مقابل حکومت. یه نکته مهم دیگه در این ماجرا به ویژه در اون روزهای اول مشارکت و جلوداری سلبریتی ها بود. به هر حال یه اتفاقی که در جامعه ما افتاده میشه گفت که در این سالها، حالا این اتفاق به نظر من هم خوبیایی داره هم بدیایی، ولی میشه اینو دید که نیروهای سیاسی به نوعی مرجعیتشون رو تا حد زیادی از دست دادن، یعنی جامعه به هر دلیلی به نیروهای سیاسی، فعالان سیاسی حزبی، حالا چه اپوزیسیونش چه اونایی که در ایران هستن چه در خارج هستن، کمتر اعتماد کرده. ولی اینجا و توجه ها رفته به سمت اون کسایی که مثلا میگیم سلبریتی ها، کسایی که در سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی فالوورهای زیاد دارن، طرفدارای زیاد دارن، صداشون بیشتر شنیده میشه. حالا یا این که اینا بعضیشون ممکن از بستر ورزش بیان، مثل علی کریمی به عنوان یه فوتبالیست معروف تبدیل به سلبریتی شده، ممکن از بستر هنر بیان، ممکن از بازیگری سینما بیان، از جاهای مختلف، یا حتی بعضیشون فقط در همون سوشال مدیا سلبریتی شدن. اینا خب خیلی اون اوایل به ویژه حضور پررنگتری داشتن، البته حکومت سعی کرد اون بخشی که در ایران هستن رو سرکوب کنه، کنترل بکنه، ولی در اون شروع ماجرا عده زیادی از اینا حضور پررنگ داشتن. باز کنار این طبیعتا نقش پررنگ شبکه های اجتماعی است، اصلا یکی از اون درایو های اولیه، اون محرک های اولیه حرکت هشتگ مهسا امینی بود که این هشتگ رو هر روز مردم نگاه میکنن خب چقدر شده، 400 هزار تا شد، 500 هزار تا شد، حالا نمیدونم دیگه از چند میلیون گذشته، خیلی زیاد شد، ولی این هشتگ مهسا امینی انقدر زیاد شد که توجه دنیا رو هم گرفت، توجه مردم رو هم گرفت. و جالب بود که شبکه های اجتماعی، فضای مجازی تونست یه تأثیر واقعی بذاره، چون خیلی وقتا خب این نقدم بود که شبکه‌های اجتماعی تمرکز مردم رو از واقعیت میبره به مجازی و تغییر واقعی نمیشه ایجاد کرد، ولی این بار تونست در واقع در به میدان واقعیت هم تاثیر بذاره. یه بحث دیگه باز پوشش گسترده‌ای بود که رسانه‌های خارجی، حالا چه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دادن، چه رسانه‌های خارجی در واقع انگلیسی زبان یا زبان‌های دیگه، کلا یه توجهی که این ماجرا از خارج از کشور و از غیر ایرانی‌ها گرفت هم زیاد بود. خیلی از سلبریتی‌هاشون اومدن همراهی کردن، سیاستمدارا مجبور شدن انقدر که ایرانی‌ها حالا در خارج از کشور حضور پررنگ داشتن اومدن در واقع حمایت کردن و موزه گرفتن. اون دو سه هفته اول باز یه بحثی که پررنگ بود غیبت اولیه خامنه‌ای بود. اگر یادتون باشه در دو سه هفته اول خب خامنه‌ای هیچ جا نبود و حضوری نداشت و اظهار نظری ازش نمی اومد و شایعه مرگ یا بیماری شدید خامنه‌ای هم خیلی پررنگ شد و اینم خودش انگار یه جانی به جامعه دمیده بود. به هر حال جامعه میدونه که اگر در یه شرایط بحرانی مرگ خامنه‌ای و اون بحران جانشینی رخ بده، احتمالاً فرصت کنشگری برای مردم بیشتر فراهم خواهد شد و اون غیبت خامنه‌ای هم در اون زمان انگار به یه سطحی در واقع توی تصمیم‌گیری‌های حکومت هم داشت تأثیر منفی می‌ذاشت. یه نقشم من به تلویزیون ایران اینترنشنال بدم، البته من خودم یه سری نقدای جدی هم به ایران اینترنشنال دارم، ولی معتقدم که خیلی اون پوشش رسانه‌ای پررنگی که داد و اون در واقع تمرکزی که روی این قضیه گذاشت، به ویژه برنامه‌هایی که ساخت، برنامه‌های خودش رو 24 ساعته کرد و همه این ویدیوهایی که مدام پخش کرد، حتی رویکرد رسانه‌های دیگر هم عوض کرد. یعنی به نظرم بی بی سی هم از یه جایی دید خب من دارم خیلی عقب میفتم از ایران اینترنشنال، بی بی سی هم الان خیلی بهتر از روزهای اول پوشش میده و پررنگ‌تر پوشش میده، رسانه‌های دیگه هم همینطور. و یه جورایی
میشه گفت که این حضور ایران اینترنشنال حتی اون جایی که مثلا اومدن فضای اینترنت رو در ایران خیلی محدود کردن، چند هفته خیلی محدودیت زیاد شد، شاددان میکردن اینترنت رو، الان هم هنوز هست، فیلترینگ خیلی شدیده، ولی چند هفته اول یه جایی خیلی پررنگ شد و حکومت فکر میکرد که من این کار رو همیشه کردم تموم شده، ولی باز این پوشش رسانه‌ای که داده میشد و من میدیدم چون خودم با فیدبک هایی که میگرفتم آدم ها خوشحال، مثلا قبل از اینم صحبت میکردم با این تلویزیون ولی آدم میدید که الان دیده میشه واقعا، چقدر آدم ها میبینن، شاید در شرایط های دیگه انقدر دیده نمیشد و این دیده شدن و این پر حضور پررنگش هم به نظر من تاثیر داشت. البته میگم نقدایی هم بهش دارم، حالا بحثش بحث دیگری هست. اگر بخوایم شعارهای خیزش سراسری رو بررسی کنیم، خب شاید بیشتر از 100 تا شعار در جاهای مختلف سر داده شده. باز حالا باید کارهای آماری بشه راجع به اینکه ببینیم که کدوم یکی از این شعارها پرتکرارتر بوده، ولی به صورت خیلی چشمی و مشاهده‌ای بعضی از شعارهایی که به نظر من زیاد تکرار شده رو من سعی کردم انتخاب بکنم. خب در مورد زن زندگی آزادی که اون شعار یا اون پیام محوری خیزش سراسری بوده اصلا هیچ تردیدی نداریم همگی. مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر خامنه‌ای شعارهایی بوده که خیلی تکرار شده و اون خواست رفتن جمهوری اسلامی، مرگ بر خود جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شعارها تکرار شده، این خواسته که جمهوری اسلامی باید برود، خامنه‌ای باید برود و دیکتاتور و دیکتاتوری برود خیلی پررنگ می‌بینیم در تجمع. شعار توپ تانک فش فشه آخوند باید گم بشه یکی از شعارهای بسیار پرتکرار هست، تقریبا در اکثر تجمعات می‌بینیم، به این معنا که میشه گفت که اون وجه مذهبی حکومت رو هدف قرار داده. شاید بشه گفت این شعار به یه نوعی در واقع بیان شعاری اون خواسته سکولاریست در ایران هست، اینکه دین و حکومت از هم جدا بشن، اینکه دیگه روحانیت در واقع نقشی در حکومت نداشته باشه و در این حال بیان اون تنفری هستش که جامعه در حد زیادی از روحانیت داره. شعار خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، اینم باز یکی از شعاری هستش که من زیاد شنیدم. برای خودم خیلی جالبه که این شعار رو در داخل دانشگاه میدم. ببینید اینا شما خیلی در فضای بیرون از دانشگاه تو شهر شعاری رو میدین، اگر اون لحظه دستگیر بشید ممکنه به حال هزینه این شعار بهتون تحمیل شه، ولی اگه دستگیر نشید رفتید. اما تو دانشگاه انقدر دوربین هست، انقدر حراست هست، بسیجی هست و اینا شما رو میبینن، ولی شما اونجا باز وای میسی با شجاعت این شعار رو سر میدی و اینا خیلی جالب هستش. یا شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه رو بسیار شنیدیم. یکی از شعارهایی که در واقع دوگانه زن و مرد میدن که خیلی جالب هم هستش، اون شعار هیز توی هرزه توی زن آزاد منم، از شعاری هست که به نظرم از دانشگاه در اومده ولی در خیابون هم من دیدم داده میشه. و شعاری هم در مورد بسیجی ها که همون بسیجی جیره خور آخرش خوب بخور، این هم در واقع خیلی چون بخش زیادی از اون نیروی سرکوب و جامعه در واقع بسیجی ها میدونه، در جریان اون سرکوب ها اینا رو میده. یه سری شعارهای دیگه هم هست که حالا اصطلاحاً شعارهای کافدار یا شعارهای رکیک که حالا اونم من توضیح در موردش خواهم داد بعداً، ولی خب حالا نمیشد اینجا آورد اونا رو که اونا هم در واقع داره سر داده میشه. خب در مورد نسل نو صحبت کردیم، احتمالاً دیگه من 4 هفته قبل که این بحث رو می‌خواستم بیارم خیلی این بحث باز نشده، ولی الان تو این 4 هفته دیدم خیلی جا گفته شده، احتمالاً خیلیاتون راجبش شنیدین، ولی برای یه مروری با هم دیگه می‌کنیم. این نسل نو وقتی میگیم منظور چه کسانی هست؟ اصطلاحاً نسل زد، جنریشن زد یا زومرها هم بهشون میگن. اگر بخوایم به سال‌های شمسی و خورشیدی بگیم، در واقع بیشتر متولدین اواسط دهه 70 و کل دهه 80 رو در بر می‌گیره. از نظر سنی میشه گفت تقریبا کسانی که 15 سال تا 25 سال سن دارن بیشتر شامل اونها هستش. خب اینا میبینیم دو تا جلوه حضورشون، یکی در مدارس یعنی در دبیرستان‌ها دانش آموزا هستن، یکی در دانشگاه هستش و در این حال در خیابان هم حضور پررنگ اینا رو میبینیم. در بین جان باختگان خب از 300 خورده ای است که در مورد 40 خورده ای کودک یعنی زیر 18 سال هستن، اونو بذاریم کنار، از بین باز از 18 تا 25 سال تقریبا بخش خیلی زیادی از اینا رو در بر میگیره. سنین بالاتر کسایی که هستن خیلیشون حالا همون یا در کردستان یا در سیستان و بلوچستانی که گفتم یه مقدار شرایط متفاوت داره، ولی تو بقیه نقاط ایران کمتر ما دیدیم که افراد سن بالا، خیلی تعداد محدود بودن کسایی که جان باختن و بیشتر کسایی که در واقع جان خودشون از دست دادن در این سنین بودن.
چند تا ویژگی مهم داره این نسل که اینا رو یه تفاوتایی داده با نسل قبل خودش. اولیش حالا همون هست که بزرگ شده در بستر فناوری‌های نوین هستن، یعنی ماها، من خودم احتمالاً یه نسل قبل اینا هستم، ولی ماها هممون به هر حال از یه جایی تو زندگیمون از یه سنی با اینترنت آشنا شدیم، یعنی از قبلش نبوده. مثلا من 20 سالم شده برای اولین بار اینترنت رو دیدم، 18 سالم شده برای اولین بار یه کامپیوتر رو داشتم، مثلا از یه جایی به بعد داره تلفن شده. ولی این نسل از لحظه تولدش، از اون بچگی گوشی دم دستش بوده، کامپیوتر بوده، اینترنت بوده، خیلی از اینا رو دیده. بخشی از این جامعه که حتی ممکنه که بخشای کم درآمدتر و کم برخوردار جامعه که کمتر به این تکنولوژی ها دسترسی داشتن، اونا هم تو این دو سالی که کرونا بوده و خیلی کلاس ها مجازی شده، باز به یه نحوی دارای یه گوشی شدن، دارای یه گوشی هوشمند شدن، دارای یه تبلت شدن، باز اونا هم اومدن وصل شدن و اونا هم بالاخره به نحوی دارای این تکنولوژی ها شدن، این تکنولوژی ها رو آشنا شدن و توانایی اینا در استفاده از این فناوری ها طوری هستش که برای ما اساسا ممکنه قابل تصور هم نباشه. در واقع بحث یه باز ویژگی خیلی مهمه دیگه، اینا اون خانواده های کم جمعیت دیگه، یعنی اینا نسلی هستن که عموما تک فرزند، حد اکثر دو فرزند، خیلی کم توشون سه فرزند خانواده، یعنی خانواده هایی که کم جمعیت هستن، نسلی که از اول مثلا بچه ها در خونه اتاق خودشونو داشتن. واقعا یکی دو نسل عقب ترکیب اینطوری نبوده بچه ها مثلا هر کس بتونه اتاق شخصی داشته باشه، اینا خیلی ها در واقع حریم خصوصی داشتن از اول، یعنی از اول. حالا اینم یه کردیت شدن به پدر مادرایی که از نسل های قبل بودن، بچه ها رو، چون یه نکته‌ای که میگه مثلا هم سن و سالای من و یا کسایی که از من بزرگترن، من خیلی جا خوندم که اینا در واقع بارها اومدن در جدالشون با جمهوری اسلامی سعی کردن یه تغییراتی ایجاد بکنن، شکست خوردن، جمهوری اسلامی سرکوب کرد، هر راهی رفتن، جنبش سبز بود، اصلاحات بود، هر چی بود سرکوب کردن، اما اینا اومدن یه ابتکار زدن، گفتن اوکی من نتونستم فضای عمومی جامعه رو اون شکلی که میخوام درست بکنم، اما میرم خونه خودم اونا رو رعایت میکنم. و تو خونه خودشون خیلی از اینا تا حد زیادی دموکرات منش عمل کردن، به حریم خصوصی بچه ها احترام گذاشتن. این نسلی که برای اولین بار بچه ها مشاور و روانشناس داشتن از سین پایین، یاد گرفتن که عزت نفس داشته باشن، بچه ها رو از اول پدر و مادر بهش گفته که تو یک شخصیتی هستی، تنبیه بدنی نکرده هیچ وقت، باید بهت احترام گذاشت و سلطه پذیر نباید باشی. و اینا رو بچه ها در خانه یاد گرفته، هم در خانه، هم در واقع در اون بستر فضای فناوری های نوین مجازی، و از اون اول اینا در اون تصمیم گیری ها مشارکت داده شدن. شاید خیلی از ما وقتی بچه بودیم اگر تصمیمی خانواده میخواسته بگیره، سفر کجا بریم، نمیدونم ماشین چی بخریم، چه کار کنیم، پدر یا نهایتا پدر و مادر دو نفری تصمیم میگیرن. ولی این نسل جدید از همون بچگی تو خیلی تصمیم گیری های خانواده هستش، یه شکلی در واقع بزرگ شده که سلطه پذیر نیستن. یعنی این خیلی ویژگی مثبتیه به نظر من. حتی تو اون ساختارهای تشکیلاتی جنبش دانشجویی هم شما میبینید، در زمانی که من بودم جنبش دانشجویی به هر حال یه حدی از هرم داشته، یعنی مثلا شما وقتی میمادین توی تشکیلات دانشجویی یه هرمی بوده، اول تو کف هرم بودیم، بعد مثلا باید یه ذره روش میگیم میانی میشدیم، ممکن بود اگه خوب بمونید و فعالیت کنیم بیاییم به رأس هرم برسیم، بشیم چهره شاخص. اینا نداره، اینا خیلی ساختار تخته، یعنی انگار همه باید برابر باشن، نمیپذیرن، اصلا تن نمیدن یه نفر خیلی شاخص بشه بین خودشون. حتی حالا شما فکر کنیم به یه همچین نسلی با این ویژگی ها جمهوری اسلامی میخواد بیاد سبک زندگی 14 قرن قبل رو به زور بکنه تو سر اینا، بیاد سرود سلام فرمانده بخونه، اینا رو به صف بکنه. جالبه واقعا این سلام فرمانده هم از اون نکاتی که شاید واقعا شروع پایان خامنه ای شد. اینو خوندم که مثلا یه نمایش قدرتی بدم، ولی یقینا میشه گفت که این سلام فرمانده چه واکنش منفی تو بخش زیادی از این نسل داشته. این نسلی که میگم سلطه پذیر نیست، شما میخوای حالا بیای تبدیل به اون بکنی، و اینا در واقع رنگ خودشونو گفتم، این نسل نو رنگ خودشو به خیزش سراسری زد به خاطر این ویژگی ها است، و این ویژگی ها طبیعتا ویژگی های خاصی بوده که این نسل داشته و اینا رو با خودش به این جنبش و این خیزش سراسری هم آورده. حالا برخی از پیامدهای خیزش سراسری رو میخوام باز بگم. برای خود من همدلی و همبستگی خیلی گسترده‌ای که بین ایرانی‌ها رخ داد برای من جالب بود. خطر تجزیه هنوزم اگر دقت بکنید جمهوری اسلامی مدام داره سعی می‌کنه خطر تجزیه ایران رو پررنگ بکنه،
رفت سعی کرد موشک زد به احزاب کردی توی عراق به این امید که اینا رو بیان درگیر بشن، اونا هم هوشمندی کردن نشدن. رفت این طرف بلوچ ها رو هر بار داره به رگبار، من به این امید که بیاد بگه حالا ببین نه بلوچ ها میخوان، سنی ها میخوان، نمیدونم چیکار کنن، بلوچ ها میخوان چیکار کنن، اصلا جواب نگرفت. یعنی این ترفندا رو هر کدوم بکنه بره نتونست جواب بگیره. شعارهایی که میشنویم خیلی جالبه، شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران، کرد و ترک که سالها روی اختلاف اینا با هم سرمایه‌گذاری شد، اینا هم اومدن در واقع تو شعارها یه همبستگی خوبی با هم دیگه نشون دادن. و واقعا به اعتقاد من ما ملت ما تو این 50 روز، حالا بیش از 50 روزی که گذشته، ملت‌تر از قبل شده. یعنی همبستگی خیلی بالا بین اقوام مختلف می‌بینیم، بین باز همون شیعه سنی بی دین با دین این رو می‌بینیم. ببینید شما بلوچ ها در واقع شاید ماهیتشون بیشتر اون اهل سنت بودنی هست که چون رهبر مذهبی مولوی عبدالحمید هستش و حول اون جمع شدن و اعتراضاتشون بیشتر در واقع جمعه ها بعد از نماز جمعه هستش. حتی اینا سخنرانی یا دعایی از مولوی عبدالحمید در اومد که انقدر حرفایی که میزد خیلی حرفا، یعنی اونم برای مجبور بوده تو این فضا خودشو با این فضا همراه کرده، انقدر حرفاش شبیه حرفای مثلا منی بود که مذهبی نیستم یا شمایی که ممکنه که مذهبی نیستیم. من اینم خیلی گفتم خب این داره این حرفای ما رو حتی داره میزنه و چقدر نزدیک شدیم ما به اونا، چقدر اونا به ما نزدیک شدن. و این جالب هست واقعا، اون همدلی بین نسلی. گفتم حالا نسل جوان هست که بیشتر پرچم داره ولی نسل‌های قبلی هم همراهی میکنن، همدل هستن، اینو پررنگ میبینیم. اون همراهی طبقاتی، قشرهای مختلف هستن، شما هم از طبقات فقیر و کارگر و غیره میبینین، هم از طبقات متوسط میبینین، حتی در بین جانباخته ها میدونم کسایی بودن از افرادی که ثروتمند بودن، خیلی ثروتمند بودن، اونا هم باز در واقع در اینجا بودن. یکی از مرزهایی که واقعا شکست و چقدر جمهوری اسلامی روش سرمایه‌گذاری کرده بود خارج نشین داخل نشین بود. ببینید جمهوری اسلامی به هر حال بخش زیادی از مخالفان خودش رو در شرایطی قرار میداد که یا باید میافتن زندان یا از ایران خارج میشدن. و خب این رو به این چیز میدید که اوکی این که رفت خارج دیگه از حیز انتفاع خارجه دیگه، این دیگه اصلا دیگه نه دسترسی به مردم داخل داره نه حرفش شنیده میشه. بعد دید شبکه‌های اجتماعی اومدن، وبسایت‌ها اومدن، ماهواره‌ها اومدن، حالا اینا میتونن با آدمای داخل ارتباط بگیرن. گفت اوکی من میام حالا یه بدبینی ایجاد میکنم، اون آدمی که داخلی دیگه تو که نشستی مثلا خارج نفس از جای گرم بلند میشه، تو مثلا ببخشید خفه صحبت نکن، اینی که خارجه بگه مثلا تو که نشستی داخل، حالا خب اون آدمی که داخله بالاخره هر کدوم مجبورن به خاطر زیست روزمره شون یه تعاملی، یه جایی نمیدونم سر کاری که میره، شرکتی که کار میکنه، یه تعاملی بالاخره یه تماسی با حکومت داره دیگه، مثلا ما نیست خب ما اینجا میتونیم هیچ تماسی نداشته باشیم، ولی خارج نشین بیاد باز اونها رو از یه زاویه بزنه، این یک بدبینی بین اینا ایجاد بکنه و پتانسیلی که میتونست از جمع اینا به وجود بیاد و جلوش رو بگیره. خیلی هم موفق بود به نظر من تو این سالا، موفق بود. یه دفعه انگار این دیواره ریخت، یه دفعه شما میبینین که چه همراهی میکنن ایرانیان برونمرز، تجمعات مختلف 150 تا شهر بیشتر، اون فراخانی که حامد اسماعیلیون داد یه روز جمع شدن، اون تجمع بسیار بزرگ برلین رو که شما میدیدید واقعا چه جمعیتی اومده بود، و ایرانیانی که با تمام توان دارن سعی میکنن از خارج از داخل حمایت بکنن. حتی به نظر من یه روزی اون شنبه 1 اکتبر که اون 150 تا تجمع خارج از کشور برگزار شد، حتی تونست یه تا حدی داشت این خیزش فروکش میاد، به نظر من خارج تونست اینو نگه داره و بکشه بالا، و این برای شاید اولین بار که خارج یه همچین تأثیری میتونست در داخل بذاره. چون من خودم شخصا معتقدم همه چی اصل ماجرا اون داخله و ما فقط اون نقش حمایتی رو داریم، ولی این تأثیر رو تونست واقعا خارج تو داخل بذاره. و باز یکی از اون، حالا اون بحث خشم جای اندوه هم که گفته بودم که این نکته جالبی که در این خیزش میدیدیم این که افرادی که کسی رو از دست میدادن و در شرایط فقدان قرار میگرفتن، بیش از اینکه در اندوه، گریه، زاری، مظلوم نمایی باشن، خشم در اینها جوانه میزد و پررنگ میشد. یکی دیگه از پیامدهایی که به نظر من این ماجرا و این خیزش سراسری داشت، افول جایگاه پادشاهی خواهان و پهلوی گرایان بود. برحال از سال 96، از دی 96 که شعارهای رضا شاه روحت شاد سر داده شد، این جریان میشه گفت که یه
حرکت رو به رشدی رو شروع کرد. یعنی در اون سالها هم تعداد این شعارها در اعتراضات داشت بیشتر میشد، هم میتونستیم تو افکار عمومی رصد بکنیم که بالاخره یه بخشی از افکار عمومی مخاطب اونا هستن. البته به اعتقاد من یه بزرگنمایی رسانه‌ای هم صورت میگرفت، یعنی درست اون رشد رو داشتن میکردن اما هیچ وقت خیلی خیلی بزرگتر از اون واقعیت خودشون نمایش داده میشدن. اما اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد، یه دفعه یهو ما دیدیم در این اعتراضات به طور معناداری شعارهای رضا شاه روحتشاد کم شد. البته باز این توضیح رو من بدم، رضا شاه روحتشاد الزاماً به معنی پادشاهی خواهی هم نیست، چون به هر حال رضا شاه رو خیلی ها به عنوان یک چهره تاریخی ایران میبینن و وجه مخالفتش با آخوند و روحانی خیلی پررنگ هست. حتی خود رضا شاه اون سبک اقداماتی که میخواست انجام بده رو ابتدا در واقع در ابتدا جمهوری خواه بود و در شکل جمهوری در واقع میخواست جلو ببره و چون نتونست در واقع اومد و رفت به سمت گزینه سلطنت و پادشاهی، ولی به هر حال خب این شعار داشت اون جریان رو تقویت میکرد و اونها از این شعار بهره برداری سیاسی میکردن. این شعار خیلی کم رنگ شد به نظر من، خیلی تعدادش کمتر شد، هست ولی خیلی حاشیه‌ای شده. شعارهای دیگه ای مثل مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پر رنگ شد. این شعارها مثلا نبود قبلا یا اگر بود خیلی کم بود، این دفعه بیشتر ما میشنویم در جاهای مختلف. قبلتر در دانشگاه ها بیشتر بود، الان در شهر ما این رو میشنویم. یه تلاشای رسانه‌ای زیادی شد که مثلا نقش آقای پهلوی پررنگ بشه، ولی به نظر من اینم جواب نداد. مثلا یکی از کارهایی که به نظر من واقعا یه فول سیاسی بود، حالا من نظر خودم میگم، شاید دوستان اینجا نظر دیگه داشته باشن، ولی مثلا اومدن برای چهلم مهسا که خب معلوم بود مردم قراره بیان و حالا این همزمان شده بود با 4 آبان سالگرد تولد شاه سابق ایران، اومدن در واقع یه جوری فراخوان دادن که انگار انصار داشتن که روز بعدش حالا مردم بیان شعارهایی هم در دفاع از شاه بدن، ولی مطلقا همون رضا شاه روحت شادم یه دونم در نیامد. یعنی اون 4 آبان خیلی جالب بود برای خود من، نه تنها چیز شعاری در حمایت از شاه، حالا بگیم تولد شاه ما بیام شعار میدن، در نیامد. همون رضا شاه روحت شادم ما مطلقا یه دونه نشنیدیم. بعد باز دوباره تو این سالا یه بحثی همیشه در مورد رهبری بوده، خیلی کسایی که از آقای رضا پهلوی دفاع میکنن میگفتن خب اگر رضا پهلوی نه کی. من که حالا شخصا معتقد به رهبری فردی نیستم و رهبری فردی رو زیر سوال میارم، به این دلیل که رهبری فردی نمیتواند جامعه متکثر ایران رو نمایندگی بکنه، چون ما جامعه متکثری داریم، هیچ جریانی درش اکثریت افکار عمومی یعنی بالای 50% رو نداره. بنابراین باید آدم‌های مختلف یا جمع‌های مختلف با همدیگه یک رهبری جمعی و یک رهبری چند ضلعی رو شکل بدن. میتونه حالا در اون جمع مثلا یکیش هم رضا پهلوی باشه، بلکه اونم یه پایگاهی داره، ولی نمیتواند هیچ فردی به نظر من کل جامعه رو رهبری بکنه. ولی ما دیدیم حتی فردای افراد دیگه هم مدام پررنگ شدن، یعنی مثلا حامد اسماعیلیون، البته خودش بارها گفته من کنشگر سیاسی نیستم، به دنبال دادخواهی هستم، ولی بزرگترین هماهنگ کننده یا کوردینیتور حامد اسماعیلیون بود. قطعا اون فراخوان خارج از کشوری که حامد اسماعیلیون داد و اونجور استقبال شد و اگر چهره های سیاسی میدادن به نظر من اون استقبال روبرو نمیشد. علی کریمی خیلی پررنگ شد، البته علی کریمی فوتبالیست طبیعتا به نظر من نمیتونه و نه خودش میخواد که نقش رهبری سیاسی داشته باشه، علی کریمی خیلی پررنگ شد. من جالبه براتون بگم یه نظرسنجی میدیدم توی صفحه ایرانیان ونکوور که صفحه اینستاگرام، البته اینا نظرسنجی خب علمی نیست ولی برای استمزاج اون حس جامعه میشه بهشون ارجاع داد و فکر کرد. 33,000 نفر در واقع اون صفحه فالوور داره. گفته بود به نظر شما کدوم یکی از این 4 نفر میتونه مثلا نزدیکتر باشه برای رهبری و بتونه کار بکنه. 4 تا اسم داده بود: رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی و مسیح علی‌نژاد. حالا اون درصدایی که در نتایج نهاییش بود، مسیح علی‌نژاد حدوداً 2% رأی آورده بود، رضا پهلوی اگر اشتباه نکنم حدود 16%، علی کریمی 27-28% و حامد اسماعیلیون حدود 52-53%. و خب این خیلی جالب بود که تو با ایرانیان ونکوور هم بافت جمعیتیش خیلی بافت جمعیتی، حالا شاید مثلا جریان‌های پادشاهی خواه هم اونجا کم نباشن، ولی برای این تغییرات، تغییر مزاج و تغییر رفتار رو هم توی جامعه ما میدیدیم که به هر حال انگار که داره جریان‌های دیگه هم پررنگ‌تر میشن. در مورد رویکرد حکومت من بگم و شکست ترفندها، خب ببین حکومت، بعضیا فکر می‌کنن که یعنی یه زیرکی کرد، بعضیا فکر می‌کنن حکومت
این دفعه مثلا آبان 98 سرکوب نکرده ولی 300 خورده اسم اومده از جان باختگان. اما میخوام بگم آبان 98 در واقع حکومت یه کشتار وسیع رو در چند روز، مثلا در 3 روز انجام داد، 3 4 روز اینترنت رو بس، کشتار وسیع رو انجام داد و قضیه رو جمع کرد. این بار انگار اومدن گفتن به جای اینکه اون کشتار وسیع بکنیم، مثلا در 50 روز، در 60 روز به تدریج این کار، یه رویکرد غیر تعجیلی این کار رو انجام بدیم. خب این به نظرم برای خود اونا درسی بود که از آبان 98 گرفتن. یعنی آبان 98 خیلی فکر کردم نتیجهش اینه که جامعه بترسه. من فکر میکنم بیشتر نتیجهش این شده که خود حکومت ترسیده، چون حکومت دیده که چه کینه و نفرتی در جامعه ایجاد شده. ممکنه هنوزم به سمت گلوله جنگی برن، به سمت رگبار بستن، حالا بلوچستان که این کارو، سیستان بلوچستان این کارو کردن، در نقاط دیگه برن، اما میدونن که این تیغ دولبه. یعنی یه جا دیگه اگر به رگبار ببندن و باز مردم تو صحنه بمونن، دیگه اونجا باید جمهوری اسلامی خدافظی کنه و بره، چون دیگه حکومتی که به رگبار ببنده و مردم نرن تو خونه هاشون، دیگه این هیچ ابزاری دیگه نداره اون حکومت. تمام ترفندایی که قبل از این داشتن امتحان کردن و شکست خوردن. چند بار اومدن، مثلا همیشه اینطوری بود، خب نماز جمعه میشه، نماز جمعه بعدش سخنرانی های تون میکنن امام جمعه، بعدش مردم در شهرها تظاهرات میکنن، جمعه از تموم میشه، شنبه دیگه تمومه. چند بار اومدن این کارو کردن، فراخوان تجمع دادن، اصلا نمیتونن دیگه تجمع بزرگ برگزار کنن. بزرگترین تجمعشون تو تهران یه بار تو میدون ولیعصر کلی فراخوان دادن، جمع شده. حالا اونجا جالبه، محمود کریمی مداح، محمود کریمی که اومده اونجا تجمعیه که علیه این حرکته، وسط صحبتاش حالا از قاسم سلیمانی مثال میاره که مثلا حاج قاسم هم خیلی موافق این نبود که به حجاب بچه‌ها گیر بدیم. بعد اون آدمایی که اون پایین وایسادن اومدن علیه این حرکت، شروع میکنن به سوت و کف تلویزیون قطع میکنه. یعنی تجمع حکومت، آدمای حکومتن، سخنرانی حرفو میزنه، مردم سوت و کف میزنن، تلویزیون قطع میکنه. حتی میخوام بگم این در اون جایی که پایگاه حکومت هم بوده، به نظر میاد که دیگه اون همراهی سابقو ندارن. تا حالا چند بار اعلام کردن که دیگه تموم شده اعتراضات. حسین سلامی فرمانده سپاه اومد گفت دیگه تمومه. 10 روز گذشته، بعد 10 روز هنوز ادامه داره. ناکامی شاهچراغ، ببینید واقعا اون قضیه شاهچراغ، حالا مستقل از اینکه خب خیلی‌ها میگن احتمالاً اصلا کار خود حکومت بوده یا بخشی از حکومت بوده، ولی اگرم نبوده، جالبه، حکومت میگه داعش اومده حمله کرده، یه سری در اونجا کشته، اونام هموطنان ما بودن و واقعا متاثر کننده بود. ولی حکومتی که این حرفو میزنه خیلی جالبه که خیلی خب داعش کشته، برو انتقام از داعش بگیر. شاخشونه کشیدنشون برای مردم معترضه. اگر این همه ذهنها رو منحرف میکنه که آقا واقعا کار خودت دیگه، تو دنبال بهره برداری است که از این استفاده کنی برای سرکوب مردم معترض. داعش کشته، برو داعش سرکوب گیر بیار باش مبارزه بکن. چرا برای مردم داری شاخشونه میکشی؟ اینم من گفتم یکی از برگای آخر حکومت بود، اینو رو کرد و واقعا هفته بعدش باز تموم نشد، باز دیدیم که اتفاقای بزرگ، اعتراضای بزرگ رخ داد. و این احتمال براندازی، ببین خیلی جالبه، خامنه ای مسئولین حکومت قبلا اصلا حرف اینو نمی، حالا الان میان میگن که غلط کرده کسی فکر کنه میشه مثلا حکومت رو انداخت، ولی اینم خودش از دهن اینا در اومدن یه پیروزی، یعنی نشون میده تو خود اینا دیگه دارن به این فکر میکنن که آقا شاید هم بیافتیم. احتمال براندازی تو ذهن اینا پررنگ شده و وقتی تو ذهن حاکم پررنگ میشه، مردم خیلی امید میگیرن. یه سری چالش ها داره این خیزش سراسری که اینا، چون ببین خیزش سراسری نه، چون نه رهبری متمرکز داره و بیشتر به نظر من در مورد مسائل مختلفش داره تصمیم گیری میشه با یه خرد جمعی، بحث میشه در افکار عمومی، در عرصه عمومی، در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه ها، بعد انگار جامعه در واقع یه تصمیم میگیره. یه سری چالش ها هست که الان داره روش بحث میشه و ما هم باید راجع به اینا فکر کنیم. بحث خشونت هستش که دفاع مشروع یا خشونت پریزی مطلق چه کار باید کرد. تا یه جاهایی تو جامعه ما خیلی روی بحث خشونت پریزی مطلق تاکید میشد، ولی خب واقعیت عمل میدان اجتماعی نشون میده که با این جمهوری اسلامی نمیشه. یعنی تو اون نوعی که برخورد میکنه، دفاع مشروع که من خودم ازش دفاع میکنم الان، به این معنا که معترضین ابتدا به ساکن شروع کننده خشونت نباشن، ولی از خودشون دفاع بکنن در مقابل خشونت. و به اعتقاد من تا الانم اکثر کارهایی که انجام شده در زمره دفاع مشروع بوده، یا مثلا وقتی آتش زدن پلاکاردها،
آتیش زدن نمیدونم خیلی از مجسمه های خامنه ای و قاسم سلیمانی و غیره، اینا همه به نظر من میتونه از موارد دفاع مشروع باشه که داره رخ میده. اما خب بعضیا میان میدارن روی بالاتر بردن سطح خشونت تبلیغ میکنن. من شخصا تردید دارم که این بحثم بحث اخلاقی نیست، بحثم بحث استراتژی. تردید دارم که این بتونه به پیروزی کمک کنه، چون ما همیشه باید فکر کنیم چه چیزی میتواند به پیروزی این حرکت کمک بکنه. و اینکه حالا مثلا مردم مسلح شن یا نه، نمیدونم آیا این میتونه کمک کنه یا اینکه حرکت رو به سمت این بره که تعداد افرادی که درگیرن کمتر بشه، خطراتش بیشتر بشه و به نوعی حکومت هم دست بالا رو در اون عرصه داشته باشه و شکست بده مردم. یه مسئله دیگه بحث همون شعارهای رکیک هست، شعارهای کافدار هست که داده شد. خب خیلی از این شعارها به قول معروف بر اومده از بطن جامعه است. دل خیلی از آدم هم حالی ممکنه که حال بیاره، اما من خودم تردید دارم باز این شعارها آیا خوبه یا نه. میدونم نسل جدید به هر حال به نوعی ادبیاتش متفاوت هست با نسل قبلی، ولی به هر حال ما این شعارها فقط در سطح نسل جدید که نمونه، فیلمش در میاد همه جا پخش میشه. شعاری که در واقع مجبورن وقتی پخش میکنن صدای بوق روش بذارن، یه مقداری در واقع اینم با راجبش فکر کرد که اینها رو چه باید کرد. بحث عمامه پرانی ها هستش، خیلی من میگم بحث هستش راجبش و اقدامات مشابه. اگه در سطح عمامه پرانی باشه به نظر من شاید یه تلنگریه بر اون آخوندهایی که به هر حال بخش زیادی از اونها در این سالها یا در حاکمیت بودن یا بهره‌مندان این وضعیت تبعیض‌آمیز بودن. ولی در این حال خب بعضی‌ها معتقدن که این میتونه این اونهاییشون که کمتر حکومتی هستن رو بیشتر هول بده در درون بغل حاکمیت. ولی واقعیت اینه که خب من خودم اینجا بحث می‌کردم گفتم که اگر مشکلی با این شرایط دارن، بالاخره یه صدایی هم باید از اینا در بیاد دیگه. 50 روز تو مملکت اعتراض ما نشدیم مثلا 10 تا طلبه بیان که اعتراض کنن آقا چرا داریم مردم رو میکشید. بالاخره از یکی از اینا صدا در بیاد. ولی اینکه حالا باز من میبینم بعضیا چون یه بخشی از اینا وقتی شروع میشه، شروعش ممکنه که قابل تحمل باشه، از یه حدی میره بالا. من بعضی دیدم که حالا دارن ضرب و شتمای شدید میکنن، برخوردهای شدید میکنن، چون نمیدونیم اون کسی هم که تو خیابونه آیا الزاماً حکومتی هست یا نه. و این اگر شدید بشه برسه به ضرب و شتم و برخوردهای فیزیکی، نمیدونم آیا مثبت خواهد بود یا نه. یکی از چالش‌های خیلی مهم همون جمعیت همدلی هست که همدل با اعتراض اما خاموش، جرأت نکرده هنوز وارد بشه. ما امیدواریم که این جمعیت انقدر اعتراض رو ادامه پیدا کنه که این جمعیت همدل هم وارد بشه. و یه بحث دیگه که باز محل سوال باید فکر کرد راجع بهش، عدم گسترش اعتصابات سراسری. به هر حال اگه قرار بشه یه حکومتی بیفته، قطعا هم باید جمعیت میلیونی در خیابونا باشه و هم باید اعتصابات سراسری رو شاهد باشیم به نحوی که حکومت فلج بشه. ما این دوتا رو باید فکر بکنیم که چجوری میشه در واقع به اون سمت حرکت کرد. بحث چشمنداز پیش رو بگم و بحث رو تموم بکنم. خب گفتم ما در ایران 43 سال 44 سال بحران‌های مستمری داشتیم که انباشته شده، هیچ کدوم حکومت حل نکرده. مثل آشغالی که کرده زیر فرش، همیشه این بحران‌ها رو یکی یکی با یه بحران دیگه پوشش داده شده، ولی اینا مونده در جامعه. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاست خارجی، همه اینها واقعا در وضعیت حد اکثر بحران خودش رسیده. حکومت هم ناتوان از اینه که حل بکنه. برای اینکه اگر بخواد حل بکنه، باید یه انعطافی نشون بده که به نظر من اینا در ژنتیکشون اون انعطاف نیست. مثلا نهایت کاری که اینا بتونن بکنن در مورد بحث حجاب اجباری اینه که بگن اوکی ما میایم و قانون حجاب اجباری باشه، فعلا چشممون رو می‌بندیم روش. ولی این دیگه جامعه رو راضی نمی‌کنه. این نسل جدیدی که گفتم، این نسل جدید که شعاراش اونقدر صریحه که ما نمیتونیم بیای بعضی از اون شعارا رو بگیم، اینا دیگه وارد این دو دوزه بازی‌ها نمی‌شن. اینا باید اگه می‌خواد کاری هم بکنه، باید قانون حجاب اجباری رو برداره. نمیتونه جمهوری اسلامی، چون با ذاتش در تضاده. یا تو مثلا اقتصاد، خب اقتصاد ما همه از هر اقتصاددانی بپرسیم میگه آقا مشکلات اقتصادی جامعه ما ریشه سیاسی داره، راه حل سیاسی داره. اول باید مشکلش با سیاست خارجی حل بشه. کشوری که از دنیا قطع شده، از اون نظم جهانی قطع شده، نمیتونه اصلا حل کنه مشکلات اقتصادیش. پس اگر میخواد اون سیاست خارجی حل کنه، بحث اینجا دیگه بحث برجام و نمیدونم 30% مثلا غنی سازی بکنیم، 25% اون بشه، اینا بحث اینا نیست. اگه میخواد حل بکنه، باید درست حل بکنه. یعنی باید مثلا بره رابطه‌اش رو با
اروپا، غرب، آمریکا درست کنه، رابطه‌اش با آمریکا درست کنه، حالا در حدی که سفارت باز بشه، سفارت ایران و آمریکا تو هم دیگه باز بشه. اینم که کار خیلی ریشه باز، اینم در ژنتیک جمهوری اسلامی نیست، نمیتونه چنین انعطافی رو بده. و حتی اگر این تحلیل خودشونه که اگر همچین انعطافی رو بدن، افتادنشون تصریح خواهد شد. بنابراین حکومت ناتوان از حل این بحران ها. فرمولای حکومتی برای سرکوب و یکی یکی استفاده کرده، جواب نگرفته. به هر حال الان به نظر من دو تا سناریو قابل تصور است. یکی این که این خیزش مدام ادامه پیدا کنه، کجدار و مریض، طبیعتاً یه جاهایی کم رنگ میشه، یه جاهایی پر رنگ میشه، ولی یه جاهایی بالاخره همراه بشه با یه اتفاقات پیش بینی نشده. شاید وسطش یه دفعه خامنه‌ای بمیره، بحران تصمیم گیری در نظام باشه. شاید یه دفعه یه جا یه روزی که قراره بیان مردم رو سرکوب کنن، ما نمی‌دونیم چه جوری، چون مثلا خود شما همین مهسا امینی رو چی فکر می‌کرد یه همچین ماجرایی کلید یه همچین اعتراضی بشه. شاید یه جایی می‌خوام بیان مردم رو سرکوب کنن، یه دفعه یه سربازی اصلا رو بگیره بزنه فرماندهی که دستور سرکوب داده رو بکشه، یوهو جمعیت میلیونی بیاد. ما نمیدونیم واقعا چه سناریویی است، ولی من فکر میکنم اگر این خیزش همینطوری ادامه پیدا کنه، چند ماه دیگه، چند وقت دیگه میرسیم به اون شرایطی که اون آدمای مرددن میان، جمعیت میلیونی رو خواهیم داشت. وقتی اون جمعیت میلیونی بیاد، اعتصاب هم پشت سرش میاره، حکومت هم یواش یواش لرزان میشه، آدمای حکومت هم ریزش میکنن و میفته تو مسیر اون انقلاب. یه سناریو دیگه اینه که بیان حالا سرکوب کنن دیگه، یعنی شدت تشت قضای سرکوب دارن بیشتر میکنن، سرکوب بکنن، موقتا این قضیه خاموش بشه. اما اگه خاموش بشه، هممون هم من میدونم هم شما میدونید، موقته، سه ماه دیگه، چون بحرانه حل نشده، بحرانه سر جاش دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه دوباره میخوای بنزین رو گرون کنی، دوباره دلار شده 40,000 تومان، دوباره نمیدونم حقوق کارگر نمیتونی بدی، یه جا دیگه سر یه موضوع دیگه میزنه بیرون، دوباره این اعتراضا میاد. ما میبینیم هر راندی هم از این اعتراضا و این خیزش که میاد، مردم قوی تر، حکومت ضعیف تر. بالاخره انقدر این راندا راند به راند و دور به دور میره تا برسه باز به همون نقطه که مردم میلیونی تو خیابون، اعتصاب سراسری، حکومتی که داره ریزش میکنه و دستگاه سرکوبی که دیگه نمیتونه یا اراده سرکوب نداره و برسه به یه نقطه انقلابی. بنابراین من چشم اندازم این هستش که حتی اگر موقت سرکوب بشه، در یک چشمنداز بلندتر حرکت جامعه ما به اون سمت هستش که بریم به سمت یه تغییر نظام و جمهوری اسلامی، مگر اینکه یه سناریو سوم که من اونو خیلی بعید میدونم که یه دفعه جمهوری اسلامی میخواد اون چرخش‌های عجیب غریبی که گفتم بکنه، یا مثلا در درون خودشون یه کودتایی بشه، یهو یه بخشی بیاد مثلا بگیره بگه اوکی از حالا که ما گرفتیم دیگه حجاب آزاده، نمیدونم با آمریکا میریم رابطه برقرار میکنیم، اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم. اینا هم دیگه خیلی خیال پردازی، چون هیچ نشانه‌ای برش وجود نداره در حال حاضر. ولی برحال تنها چیزی که میشه به غیر از این دو تا تصور کرد این است که حکومت به یه نحوی توی شرایط قبلی که بتونه دست به یعنی چی میگم بهش چرخش قهرمانانه، نه جام زهر رو بنوشه تو چند تا حوزه، تو حوزه سیاست خارجی، تو حوزه اجتماعی. و برای این سناریو هستش و من امیدوارم به قول یه چیزی که اون ابتدای شروع این اعتراضا، یعنی وقتی که ژینا، مهسا ژینا امینی در واقع کشته شد، روی قبرش یه نفر در واقع اومد و به کردی نوشت نام تو رمزی میشه، خیلی ها میگفتن انگار که این آدم با ماشین زمان از آینده اومده، انگار که آینده رو دیده و میاد این جمله رو مینویسه و این نام تو رمزی میشود رو به نظرم باید جدی بگیریم. به عنوان پایان میخوام بگم که شرایطی هستش که امید میره که بشود واقعا اون تغییری که خیلی از ما سوال هاست چشم انتظارش هستیم رخ بده و هر کدوم از ما هر جایی که هستیم، به قولی باز اون جمله معروف که هر کس یه قدم بیاد جلوتر، هر کدوم از ما خودمون بهتر میدونیم چه کاری میتونیم بکنیم. یکی در تجمع میاد، یکی نمیدونم کمک مالی میکنه، یکی نمیدونم کار تشکیلاتی میکنه، هر کس یه قدم برداره برای اینکه برسیم به اون شرایطی که همه دنبالشیم. جمهوری اسلامی باید بیفته و بتونیم در واقع یک حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی بر حقوق بشر در ایران بنا بکنیم و تازه شروع کنیم به بازسازی دوباره اون مملکتی که سالهاست ویران شده و امیدوار باشیم به این نسلی که اینطور پرشور داره حرکت میکنه و جلو میره. عذرخواهی هم میکنم من صحبتام زیاد شد و منتظر اظهار نظر اگر سوال بحثی از دوستان باشه هستم. خیلی ممنون. با درود به شما، همونجور که قبلا هم اشاره کردن در شروع صحبت، آقای عربشاهی واقعا صحبتاش خیلی
منظم و با اینکه بحث زیادی بود قبلا هم صحبت کردیم احتمالش بود که بحث ادامه پیدا کنه، ولی به هر حال باز هم شما وقت خواهید داشت. دوستان الان موقع وقت شما هستش، میتونید دستاتون رو بالا بیارید. من الان آقای بهنام باقریان اگر درست میگم، شما میتونید صحبتتون رو ارائه بدید. ببخشید جناب عرب‌شاهی، محبت کنین این شرپوینتتون رو بردارین که البته اگر لازمش ندارین دیگه. سلام. بفرمایید. بله بله، خیلی خیلی لذت بردیم. من با آقای مشتبه هم عقیده هستم که سخنانی بسیار خیلی خیلی سخنانی خیلی خوبی بود. خیلی ممنون، خیلی جامع بود و کلا جنبندی خیلی خوبی بود. و چیزی که من دنبالش بودم، حقیقتش بخواید نتونستم اینجا متوجه بشم. ببینید، من 3 سال قبل از انقلاب قبلی اومدم آمریکا. خب تو ایران اختناق بود. وقتی اومدم آمریکا با افکار و سازمان های سیاسی، افراد سیاسی آشنا شدم که مثلا چه گروه‌هایی تو ایران بودم این چیزا. بعد که انقلاب شروع شد، از ابتدا مشخص بود که یک رنگ روی مذهبی داشت. از مسجد شروع می شد و بعد چهلم بود و بعد خیلی آدم راحت میتونست اینو وصل کنه به روحانیت و خمینی و نمیدونم نهضت آزادی و دکتر یزدی و فلان این چیزا. این موومنت خب مشخصا دموکراتیکه و خیلی خوبه، همه ما خیلی خوشحال هستیم و دلیلیم که صدها هزار نفر تو خارج بسیج میشن همین هست. در همین حد فقط من میدونم، میخوام بیشتر در مورد این بچه‌هایی که شما میفهم زی جنریشن، اینا کی هستن، اینا مثلا چنو تفکری رو اینا ریپریزنت میکنن. یعنی خب رنگ و بوش خب دموکراتیکه مشخصه، ولی یه مقدار میخوام بیشتر راجع به اینا بدونم من. چون ببینید اینا کارشون تا حالا خیلی خوب بوده، یعنی به نظر میرسه که همون ادامه سال 96 هستش. اینا به هر جهت میگن که مثلا میگن که اینا رهبری ندارن. خب فعالیتاشون به نظر میرسه که جزیره‌ای هست، ولی یه نوع کوردینیشن به نظر میرسه توشون هست و یه نوع تفکر، یه نوع ویزدم توشون هستش. خیلی اینا باهوشن، خیلی خوب عمل میکنن، تا حالا خیلی خوب عمل کردن. میخواستم یه مقدار بیشتر راجع به این جریان بدم. حالا اسم ندارن، they don't have face, they don't have name، ولی میخواهم اینا دقیقا این کی هستن اینا. خیلی ممنون آقای عرب‌شاهی، شما میتونید پاسخ بگوید. بله خیلی ممنون. ارشاد که ببین، من حالا اگه بخوام بگیم واقعا اولین حرکت و جنبش بزرگی هستش که در تاریخ ما میبینیم که روحانیت نه تنها نقش رهبری نداره، حتی هیچ بخشیش نیست. یعنی برای شما از اونجا مشروطه نگاه کنیم، بالاخره یه بخشی از رهبرانش بودن در مشروطه یا تحصن اونها، مثلا یه بخشی از ماجرا بوده در جنبش ملی شدن نفت، بالاخره یه بخشی هم کنار دکتر مصدق حالا کاشانی بوده، مذهبی ها و اونها بودن در انقلاب 57 که خیلی پررنگ بودن، توی اصلاحات بالاخره خاتمی بوده، توی جنبش سبز 88 بالاخره باز مذهبی ها روحانی ها نقش داشتن، شعارهایی که مردم میدادن، شعارهای الله اکبر مثلا تو پشت اونها میدادن. اینجا این بار خیلی جالبه دیگه، نه شعاری هستش که رنگ و بوی مذهبی داشته باشه، نه یک روحانی هستش که حدی از مثلا حضور، حالا اگه بگیم مثلا 50 تا چهره شاخص این جنبش داره، مثلا یه دونه روحانی هم مثلا بنشون، اصلا نمیبینیم همچین چیزی رو. این نسل جدیدم، حالا چون از بحث مذهب شما گفتید، خب نسل جدید طبیعتاً فاصله‌اش هم خیلی بیشتر شده با مذهب. یعنی خب ما جامعه ما یه زمانی در واقع یه تربیت مذهبی شدید خیلی از ما، حتی تا نسل منم بوده که داشتیم، تو خانواده‌ها تربیت مذهبی بوده، مدارس تربیت مذهبی بوده، رسانه تربیت مذهبی میکرده. شما اگر نکنید، حالا من مثلا الان حدود 40 سال مثلا داشته باشم، نسل ما هنوز کسایی بود که وقتی میرسید به دانشگاه هنوز درگیر مسئله دین و مذهب بودن خیلی ها از بچه ها. برای همین در اون دوره‌ای که من در دانشگاه بودم،
روشنفکری دینی یا عبدالکریم سروش خیلی بازار پر رونقی داشت، چون ما با یه چیزایی بالاخره بطری کردیم تو ذهنمون، میدیدیم آقا اینا بالاخره این با یه سری چیزا نمیخونه، حالا دنبال این بودیم که بالاخره چه باید کرد و میرسیدیم به اون روشنفکری دینی که اصطلاحا بعضی میگفتن این روشنفکری دینی هم یه پلی بود که انگار دست آدما رو از اون دینداری حالا سنتی یا ایدئولوژیک میگرفت، میبرد مثلا وارد دوره حالا بی‌دین شدن، سکولار شدن و یا کمرنگ شدن نقش دین تو زندگی افراد میکرد. این نسل جدید در نسلی که مثلا از اول دیگه اصلا درگیرش نبوده، در مورد اگه بحث دین بخوایم بگیم، یعنی دیگه پدر مادرشون اصلا دیندار نبودن، یعنی از اول پدر مادر نیومده تو گوش اینا یه سری مسائل دینی رو بخونه، بنابراین اینا خیلی کمتر از نسل حتی ما با مسئله دین درگیر هستن. اینا در واقع خواسته های اصلیشون، من فکر کنم اون سزلی زن زندگی آزادی خیلی خوب داره پوشش میده، اصل اساسش زندگیه، یعنی نه دنبال ایدئولوژی خاصی هستن نه دنبال مذهب خاصی هستن، میگن آقا ما میخوایم زندگی بکنیم، یه زندگی معمولی مثل خیلی از آدم ها در دنیا. و چیزی که برای من عجیبه و جالبه، چون من همیشه یه فکری که میکردم میگفتم خب آقا یه کسی که فقط میخواد زندگی کنه، یعنی خواسته اینا تهش اینه که یه زندگی معمولی رفاه باشه، آزادی اجتماعی داشته باشن، در کنارش به نظر من کرامت انسانی و آزادی سیاسی رو هم داشته باشن. معمولا برای این آدما چون دیگه اینجا خیلی ایدئولوژی خاصی نیست، آرمان خاصی نیست، مذهب خاصی نیست، من به همیشه میگم چطور ممکنه آدما بیان برای همچین چیزی جون خودشونو بدن، برای همچین چیزی هزینه سنگین بدن، چون بالاخره باید هزینه داد دیگه، نمیشه که مثلا این تغییر رو برد جلوی حکومت یا اینقدر سرکوب کرد. ولی میبینیم خیلی جالبه، با اینکه ایدئولوژی خاصی وجود نداره، اما این نسل با همون خواست زندگی میاد بزرگترین سرمایه خودش که همون زندگی رو قربانی میکنه و هزینه میده و میاد تو صحنه و واقعا ترسناکه دیگه. شما وقتی میری اونجا انواع و اقسام گلوله ساچمه‌ای رو نمیدونم بازداشتت بکنن، چه بلاهایی سرت بیارن، ولی میان و وایستادن و خواست اصلی همون زندگی هست. آزادی که روش خیلی تاکید میکنن که این آزادی حالا وجه آزادی اجتماعی و بعد آزادی سیاسیش به نظرم پررنگه، و باز بحث همون وقتی زن که میگیم یعنی حقوق زن، که حقوق زن کلیدیه برای خیلی از حقوق دیگه که جامعه میتونه بهش برسه، و تضاد این نسل از نظر سبک زندگی، خواسته ها و مطالباتش با حاکمیت جمهوری اسلامی اونقدر زیاده که تنها راهو در همون تغییر اساسی و یک تغییر انقلابی دیده، و خیلی از اینا هم شاید با مطالعه و اینا بهش نرسیده، خیلی حسی، یعنی با درک خودش بهش رسیده. اینا دیگه خیلی کتابی هم نیست، کتاب نمیخونن مثلا نسلای قدیم، اینا مولتی مدیایی هن، اینا اطلاعاتشون از مولتی مدیا میگیرن، اینا تو سوشال مدیا مکانیزمای تصمیم گیریشون تو همون سوشال مدیا، یا حتی من شنیدم یه جایی توی بازیای گیما اینا با هم ارتباط دارن، با هم دیگه قرار میذارن و با هم دیگه سازماندهی میکنن و شیوه های سازماندهی و تصمیم گیریش و خرد جمعی رسیدنشون هم تو همون جاهاست. اونجاها البته قطعا از بحث های دیگران هم دارن تاثیر میگیرن، از نسل های قبلی هم دارن تاثیر میگیرن، ولی در واقع خرد جمعیشون رو اونجاها شکل میدن و انگار که یه دفعه اون خرد جمعی روی نقطه‌ای میرسه. مثلا من دانشگاه بگم، توی دانشگاه ها انگار یه توافق نانوشته شد یه دفعه که آقا ما اصلا دیگه نیاز به فراخوان نیست، هر روز سر ظهر دم در سلف دعوای ما اونجاست، چون سلف رو تفکیک کردن، میگن آقا دخترای این ور پسرا اون ور، ما اینو نمیخوایم قبول کنیم. بعد دیگه همه دانشگاه همین دیگه میدونستن آقا اوکی فردا کجا تجمع، ساعت 12 ظهر که موقع نهاره دم در سلف. اصلا یه دفعه انگار این شد به یه الگو برای همه دانشگاه، همه این کارو داشتن میکردن و این شکلی در واقع تصمیم گیری ها گرفته میشه و پخش میشه، منتشر میشه. شاید یه دانشگاه اول کرده، فرداش 10 تا دانشگاه، پس فردا همه دانشگاه کردن. ممنون. بسیار عالی. آقای ایرج قهرمانو بفرمایید. صداتون رو باز کنید. صداتون بسته است. خیلی ممنون از صحبتهایی که فرمودین و خیلی بروز بود برای من، که خیلی آموزنده بود. من فقط میخواستم یکی دو تا نکته رو اشاره بکنم. این نسل همینطور که گفتیم برخلاف پدرانشون، اینها خدا آموختن، اینها به هیچ وجه بینندگان
شبکه‌های خارجی نیستن، اصلا نمیشناسنم. یه جوان 17-18 ساله اصلا اینترنشنال رو هم نمیدونه. اینا دنیای خودشون رو دارن و با همون دنیای مجازی خودشون با جهان روبرو میشن، به همین جهت خواسته هاشون هم جهانیه. ای که تأثیر اینترنشنال خیلی بعیده برای این نسل باشه، تلویزیون اینترنشنال اون بیشتر رو پدراشون هست، مادراشون هست و خارجی ها ممکنه باشه، پدر مادرانی که تو خانه نشستن و نرفتن هنوز. اینو من خواستم بگم. و دومی که این شاید شما به من کمک کنید، این شعار روحت شاد، رضا شاد، روحت شاد، من اینو از اون اول خیلی دنبالش بودم. یه وقتی خیلی یه شایعه قوی پخش شده بود که در ایران فقط یک فرد نظامی میتونه بیاد کمک کنه و اینو خیلی تقویت میکردن. بعدن صحبت کودتا هم حتی شد، حتی گفتن قاسم سلیمانی گویا قراره بشه. این خیلی قوت گرفت. در همین حیث و بیست این شعار رضا شاه راحت شاد در آمد که شریعت مداری مسئول کیهان اگه یادتون باشه این یک مطلبی نوشت اونجا که اعتراض کرد، دار مطلب نوشت یا سخنرانی کرد که این چه شعاریه میدین. این در قم این شعار رو برای اولین بار اومد گفت که در قم این شعار رو دادن و یک عده محافظت میکردن از اینها. این چه مسخره بازی یک شما در بردین. در صورت این صحبتهایی بود. از اون به بعد گهگاهی این شعار در میامد. من به نظرم میرسه که رژیم یا دستگاه امنیتی دو هدف از این موضوع داشتن. اولا ایجاد تفرقه بکنن که درجه اول این بود که به اصطلاح با هم یکی نباشن، و دوم هم این که همون به اصطلاح مسئله ای که شاید یه فرد نظامی بیاد کمک بکنه. اما این شعار هم نه این که مردم خودشون میدادن، اون نفوذیایی که خودشون هم تو خودتون اطلاع دارید تو جمعیت میفرستادن بیشتر اونا میدادن، اما الان اون نفوذیا نمیتونن هم برن تو اینا، زود میشناسن و اینا مثل پدراشون نیستن که گل بدن بهشون یا بگن خواهش میکنم چیزی نگی، میرزن رو سرش یک کتک هم میزنن. من به نظرم این حالا میخواستم نظر شما رو واقعا الان به شوخی بگم اصلا به روح اعتقاد ندارم، بگن روحت شده. خواهش میکنم. بسیار عالی، بگرمید. بله، عرضم به خدمتتون که راجع به اون بحث اول ببینید، من اون حالا رو اون اصرار ندارم، من تحلیل خودم داشتم. متوجه یه اتفاقی افتاده، مثلا من تا وقتی ایران بودم خودم پدرم تلویزیون باز بوده و تلویزیون مثلا نگاه میکردیم و میدیدیم، ولی الان مثلا خود منم که تلویزیون باز نیست که مثلا بخوام تلویزیون بشینم به اون معنا نگاه کنم، ولی کجا میبینم؟ مثلا گوشی رو برمیدارم میرم مثلا کانالای تلگرام میبینم یکی فرستاده مثلا فلان گزارش خبری اینترنشنال رو بذار کلیک میکنم نگاه میکنم، یا میرم اینستاگرام میبینم یه نفر مثلا فلان چیز گذاشته، حالا فقط هم اینترنشنال از هر جایی نگاه میکنم، یا تو توییتر نگاه، یعنی باز اون سوشال مدیا بالاخره از یه جایی باید مثلا یه چیزایی بهش تزریق میشه، یه چیزایی میاد دیگه. آدما مثلا رفیقای خودم توی توییتر میرسی ریتوییت کردم نگاه میکنم اینا مثلا گزارش نمیدونم آقای فلان در مورد مثلا سخنرانی امروز خامنه ای، اوکی برم ببینم چیه. و خب این شکلی در واقع باز تو اونجا هم سرریز خودشو داره به یه معنایی. مطمئنم آره این نسل جوان قطعا این شکلی نیست که مثلا تلویزیون رو روشن کنه بشینه پاش و نگاه بکنه. من فکر نمی‌کنم اینا بیشتر همون تو سوشال مدیایی هستن، ولی تو توییتر وقتی میاد ممکنه که تو توییتر یهو ببینه کلیک کنه یه بخشیشو نگاه کنه، تو اینستاگرام همینطور، توی تلگرام همینطور، یعنی باز جاهای دیگه اینا رو که میبینن خوراکی هست که اینا معمولا از تلویزیون ها میاد به اونجا دیگه یه بخشیش حداقل. در مورد اون شعار رضا شاه روحت شاد واقعا حالا اینو منم شنیده بودم، نمیدونم هنوز نمیتونیم در واقع سند و مدرکی نداریم، ولی یه چیز جالبی هست. ببین این من یه بار راجع به مستندای من و تو در واقع خودم اومدم یه تحقیق طوری انجام بدم و ببینم چه سیری رو طی کرده، چون من و تو یه پروژه جالبیه واقعا. ظرف اول که هیچ کس نمیدونه که
مثلا منابع مالیش کجاست. حالا مثلا اینترنشنال میگن آقا یه کسی عربستانی داره میده، حالا یه همچین چیزیه، ولی من و تو در همین حد هم نمیدونیم مثلا یه آمریکاییه، یه عربستانیه، یه اسرائیلیه، یه ایرانیه، کی داره میده، هیچی نمیدونیم راجبش. و خب 10-12 سال این شبکه کار کرده، خوبم کار کرده و جالبم از خیلی زیرکانه کار کرده. یعنی به نظرم فکر ایرانی نبوده، چون ایرانی در واقع نمیاد مثلا 80% 90% هزینه رو بذاره برای سرگرمی، نمیدونم شوی آکادمی موسیقی گوش بسازم، بعد 5% اون گوشه اون پیام سیاسی من بذارم. این به نظرم یه فکر خیلی چیز بوده به قول معروف. خیلی چون معمولا ایرانی‌ها چون اون پولای کلان هم ندارن و نمیارن، اگه بیاره یه پولی هم طرف میخواد دایرکت و مستقیم خرج گسترش ایده سیاسیش بشه. این خیلی هوشمندانه 80-90% اون برنامه‌های سرگرمی بوده، 5% 10% حالا برنامه سیاسی مستندا. و تو مستندا شما نگاه کن، تو واقعا تو 10-12 سال یه تغییر گفتمان این داد دیگه توی بخش زیادی از جامعه. شما نگاه کنید که مستند اولی که اومد مثلا حالا مستندای معروف سیاسیش درباره رضا شاه بود، ولی هر رضا شاه قبل از اینم توی جامعه یه نگاه مثبت بهش بوده، نه به اندازه‌ای که حالا شاید مثلا الان یا چند سال پیش بوده، ولی باز بوده این نگاه. منم ایران بودم یادم مثلا مردم میگفتن آقا دمش گرم مثلا فلان کارو کرده. این خیلی واکنش منفی بر نمیانگیخت. بعد میایم میبینیم که در واقع مستند بعدی مثلا یه مستند در مورد روزهای آخرش، مستند بعدی بخشی راجع به بختیار بود. یعنی میاد بختیار یه دوقعی رو که این بحث که آقا حالا درسته شاه مثلا ظالم بوده، شاه اشتباهاتی داشته، مردم هم مثلا حالا انقلاب کرد، ولی دیگه وقتی بختیار اومد باید مردم میپذیرفتن دیگه که به این بلایی که بعد انقلاب سر اومده نیفته. و خب حرف راحت خیلی زیادی هم حرف منطقی به نظر میاد و من خودم با بخش زیادیش موافقم و خیلی هم موافقم. یعنی میخوام بگم چجوری ذره ذره نرم میکنه آدمو، ولی هنوز اینجا جرئت نداره از شاه مثلا تصویر خوب ارائه بده. بعد مثلا میاد یه مدت بعد یه مستند میسازه روزهای آخر شاه که فرح تعریف میکنه که چقدر مثلا آمریکا را نداد این ورچی نگه. حالا هر آدمی که آدم نگاه میکنه خب دل آدم میسوزه، میگه آقا بالاخره حالا هر چی یه نفر روزهای آخر آقا مریض از این کشور میفرستن اون کشور اونجا فلان میکنه آخرش مرد مثلا در یه چیزی و اینا، باز رو اون حس مثلا چیز سرمایه گذاری میکنه. یواش یواش تو اون سیرش نگاه میکنه میرسه به جا که مستند خود شاه رو میسازه دیگه. حالا دیگه اینجا یه نگاه خیلی شیفتوار راجع به شاه. یه جاهایی من دیدم تو این مستندهای آخر وقتی میاد مثلا اسم مصدق بیاد، یه دفعه بک‌گراند برنامه یه آهنگ شیطانی مثلا پخش کنه، انگار مثلا مصدق مثلا یه شیطان. یعنی توی جامعه میبینی من حالا با مطلق کردن مصدق اینا هر کسی هم مخالفه، ولی میخوام بگم چطور ذره ذره اومد نرم کرد مردمو و انگار که در واقع پهلوی رو به یه نوعی حالا چیز کردش. باز اون بخش رضا شاهش خیلی جالبه، با اینکه در واقع انگار که داره رضا شاه خیلی تبلیغ میکنه، ولی من تا جایی که دیدم با شخص خود رضا پهلوی هم انگار مثبت نیست بر خودش. یعنی اونقدر هم نزدیک نه، اینترنشنال بیشتر رضا پهلوی رو پروموت میکنه تا مثلا من و تو. و برای همین حتی یه جاهایی واقعا این ایده خیلی اومد که آقا اینا من و تو که نمیدونیم سرمایش از کجاست، و بعضی ها حتی مثلا اینا یه شایعه است، واقعا من اینا رو تایید نمیکنم خودم، ولی شایعه که حتی شاید از خود ایران داره یه محافلی داره یه بخشی از این بودجه رو میده. اینا اصلا پروژهشون همینه که آقا رضا شاه قرار نیست رضا پهلوی باشه، چون هیچ ویژگی شخصیتش هم نمیخوره به رضا شاه، به پدر بزرگش اصلا نرفته واقعا. اون رضا شاهی که اینا آدرس میدن قراره یه آدمی باشه از دل همین نظامیای مثلا الان ایران، از دل همین سپاهی‌ها، از دل همین فلان. حالا نمیدونم که واقعا تا چه حدی میتونه باشه، ولی بالاخره یکی از تئوری‌ها حتی این شده بود. رو اون بحث ایجاد تفرقه هم ببینیم، خیلی نکته مهمیه به نظر من. من اینو دیدم، یعنی توی اختلاف‌های جریان سیاسی خیلی وقتا اطلاعات و نیروهای امنیتی میشینن نگاه میکنن چجوری اون چیکار کنیم اون همبستگی شکل نگیره. ما بالاخره همه میدونیم آقا اپوزیسیون باید، نه اینکه اگه اپوزیسیون با هم توافق کنه همه چی حل میشه، ولی بالاخره یه جا توی مرحله اپوزیسیون از پادشاهی خواهش، جمهوری خواهش، چپش، راستش، نمیدونم کردش، ترکش، اینا همه باید بجا بشینن با هم دیگه یه توافقایی رو بکنن، یه همراهیایی بکنن اگه قرار باشه اتفاق بزرگ بیفته. ولی اومده اینو قفلش کرده. چجوری اینو قفل کرده؟ به نظر من به یک توهمی دمیده شد که این توهمو خیلی جریان خود پهلوی باور کردن که
جریان پهلوی رو تصور کردن 80% جامعه ما رو میخواد. خب اگه 80% جامعه منو میخواد، من چه نیاز دارم برم با جمهوری خواه بشنم تفاهم؟ در لفظ ممکنه بگم آه، ولی در عمل افروشم اینه که آقا به ما بپیوندید، من 80% دارم، حالا 5% توی 6% توی شما به ما بپیوندید. یعنی این مدلشون اینه که آقا پهلوی فراتر، رضا پهلوی فراتر، بقیه جریانا بپیوندن. ولی الان به نظر من اتفاق خوبی که داره میفته، دارن یواش میگن نه بابا خبر 80% نیست. اون 80% تو سره رو به نظر من بعید نیست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمک کرده باشن به اینکه بیفته تو جامعه تصور غیر واقعی ازش. ولی اگه بفهمن آقا مثلا منم 15% 20%ام، جریانای دیگه هم هستن، میتونیم حالا ما بشینیم با هم حرف بزنیم، از موضع برابر یه توافقی بکنیم، این میتونه گره گشا باشه. ولی اون گره هنوز کامل وا نشده و اون گره به نظر من یه بخشی از این توهمه افتاد که اون توهمو تا حدی من فکر میکنم که شاید جمهوری اسلامی هم درش دمید، با سوشال مدیا، حتی با توییتر، با اکانت‌های توییتری که خیلیش معلوم نیست کیه، ولی به هر حال اونام دارن نقش آفرینی میکنن. ممنون. بسیار عالی. آقای رحیم باجغلی بفرمایید. خیلی متشکر آقای مشرشعیس، با سلام به آقای عربشاهی و تشکر از بحث خیلی عالیشون که آوردن و خیلی پرمحتوا دقیق گزارش دادن. من فقط یه نکاتی رو که فکر میکنم یه مقدار به نظرم احتیاج به بحث بیشتر داره دا توضیح میدم. ببینین این که شما گفتین این جریان، این اعتراضات خیزشه یا جنبشه، ببینین وقتی میگن که این جنبش انقلابیه، منظورشون این نیست که الان جامعه آماده انقلابه، محتوای انقلابی داره و این محتوا رو همونطور که شما گفتین از جنبش تنباکو تا جنبش 88 جنبش سبز نقش مذهب و روحانیت درش بود و الان نیست. این خودش یک حرکت انقلابیه. دوم این که مسئله نگاهش به آینده است، برعکس گروه های سیاسی دیگه که همه میخوان یک آرمان شهر دارن میخوان بیارن، این اصلا خیلی پرکتیکال میخواد آقا زندگی کنه به قول خود شما. این محتواش به نظر من انقلابیه برای جامعه ایدئولوژی زده ایران. و برابری زن و مرد، انگلس از قول فوریه میگه که درجه آزادی هر جامعه به آزادی زنان بستگی داره و واقعا وقتی که شعار اصلی زن زندگی و آزادی باشه، این یعنی که آزادی رو به طور کامل و علیه هر تبعیضی میخواد. و به نظر من این قیام علیه تحقیره، یعنی تحقیری که شما نگاه کنین، من یه جا خوندم که این گشت ارشاد برای 1,200,000 زن تهرانی پرونده ساخته برده. حساب کنین که خب این 1,200,000 نفر آدمای تحصیل کرده، یه دختر خانم یا یه آقا پسره که حزب الله بیاد توهین به این خانم که بگه آقا شما خانم شما مثلا این موتا بیرون بپوشون. این کاملا این جنبش محتوای انقلابی داره به نظر من و رو به آینده است. این اعلامیه، منم شما این اعلامیه لیدرهای میدانی رو دیدین که اخیرا اومده، این خیلی به نظر من مسئله رهبری هم حل کرده. حالا ببینین این لنین میگه که تو برای اینکه انقلاب بشه سه تا شرطه، یکی اینکه بالایی ها نتونن که واقعا ناکارآمدی دیگه شده، یکی پایینی ها نخوان که خب پایینی ها نشون دادن نخوان، یکی هم که یک نیروی منسجمه انقلابی باشه. و اینم با اعلامیه‌ای که من از این لیدرهای میدانی دیدم به نظر من داره اون رهبری شکل میگیره. اما من به هر حال یه نظر دیگه هم هست که تدا اسکاچپل میگه که این انقلاب نیست که رژیم ها را سرنگون میکنه، این پوسیدگی رژیم هاست که باعث انقلاب میشه. و به نظر من این جمهوری اسلامی به مرحله پوسیدگی رسیده و همطور که شما گفتین هیچ بحرانی را نمیتونه حل بکنه. خیلی متشکر و بازم تشکر از شما برای سخنرانی خوبتون. مرسی، خیلی ممنون. من همه تقریبا با همه نکته‌ای که گفتین موافقم، فقط یکیشو باز منم خواستم تاکید کنم، اون قیام علیه تحقیر خیلی مهمه. یعنی واقعا شما دو ماه قبل این ماجرا حتما همتون دیدین قضیه دختری به نام سپیده رشنو رخ داد که این توی اتوبوس اومده بهش تذکر حجاب داده بود یه زن با حجاب
و اینم وارسده بود، دعوا کرده بود و بعد اینو رفتن گرفتن، زندانی کردن، اعتراف اجباری ازش گرفتن. واقعا یعنی اون خودی غیر خودی که خودی هایی هستن که اینا به بقیه زور میگن، مثل حالا اون تصویرهایی که حالا تو اون داستان ها و قصه های اسطوره‌ای فرعون و موسی و مصر و اینا که میگه که آقا یه قشری آقا بوده که آقا بقیه برده اینا بودن، واقعا انگار یه شکلی شده که آقا یه سری دارای امتیازات ویژه به مردم همه رقم زور میگن. آقا به تو چه که این حجاب سرش هست؟ فکر کن تو گرمای تهران توی اتوبوسی که همه آویزون رو ایستادن، حالا یارو اومده به حجاب این داره گیر میده. این جامعه واقعا یعنی 80% این جامعه که نمیخواد حجاب داشته باشه، نمیخواد نمیدونم مذهب زوری داشته باشه، یا اگه مذهبیه میخواد تو حوزه شخصیش داشته باشه، 80% این جامعه در واقع داره تحقیر میشه از طرف یه 15-20% و طبیعتاً این واکنش برانگیز هستش. یه چیزم باز در مورد، حالا من در مورد بحث همون رهبری در مورد اینا گفتیم، من یه چیزی که افتاد، البته اینجا بولی زیره به کرمان بردن، میدونم خیلی از عزیزان اینجا سوابق چپ دارن، من خودم چپ نبودم، ولی یه دعوایی بین لنین و روزا لوکزامبورگ بوده، من یکی دو سال پیش میخوندم، برام خیلی جالب بود. حالا خب لنین میدونیم که بیشتر در واقع تو انقلابش به یه شکل اراده گرایانه یه حزب پیشتاز انقلابی که میاد به یه شکل تقریبا برنامه‌ریزی شده انقلابو جلو میبره، به اون مدل بیشتر چیز برمیگرده. روزا لوکزامبورگ بیشتر اون اصطلاحش میگن خود انگیختگی انقلابی، یعنی انگار که یه فضای ایجاد میشه که حالا ما بهش میگیم اتفاقای ما، اون خود انگیختگی رو خیلی جا تو فارسی انگار میگیم خودجوش، میگیم تظاهرات خودجوش. من فکر کنم خیلی شاید با این مدلای لوکزامبورگ شبیه تره، یعنی انگار که اینجا یعنی یه نیروی پیشتاز انقلابی نیست که برنامه‌ریزی بکنه، و انگار یه شکلی از مثلا اون خود انگیختگی انقلابی رو اینجا میبینیم. حالا اینا میگم واقعا دوستانی که قبلا کار کردن رو اینا اطلاع دارن، اینا رو بعد الان تو این فضا با یه نگاه بروز به نظر من اینا رو روش کار کنین، بحث کنین، پخش بکنین که اینا میتونه استفاده بشه ازش. حالا من به اون، چون من خودم چپ به اون معنا نیستم، ولی اون بخش بالاخره مارکسیست یه بخشیش هم میگفتن علم مبارزه دیگه، اون بخشی که آقا چجوری باید یه حکومت رو انداخته، بالاخره کلی اطلاعات اون تو هست که میشه اینا رو اگه بروز کرد به زبان امروز در آورد، میشه اینا رو در واقع آورد و آموزش داد و جامعه هم بالاخره میتونه الگو بگیره استفاده کنه دیگه ازش. ممنونم. بسیار عالی. خانم تارا بفرمایید. سلام، وقت هستش که من صحبت کنم؟ چون بعد خیلی ممنون آقای عربشایی، واقعا پرزنتیشن خیلی خوبی را ارائه کردین. من فکر میکنم به عنوان یک کسی که در دوران انقلاب در جنبش دانش آموزی خیلی فعال بودم، فکر میکنم که یکی از زیبایی های جنبش فعلی ایران در این هستش که به هیچ ایدئولوژی آلوده نیست، و این فهمش برای خیلی از سیاسیین قدیمی خیلی مشکله. فهم کنم یک پدیده ای در دست ماست که نمیدونیم چطوری باش برخورد کنیم، چون نه به یک ایده ثابت پای داره، نه ایدئولوژی داره، نه رهبری داره، و این درکش خیلی واسه همه ما از جمله خود من مشکل هستش. و من فکر میکنم که این جنبش رهبرای خودش رو به وجود خواهد آورد، ولی متاسفانه در جامعه خارج از کشور یک دیدی وجود داره که من خودم شخصا نمیدارم با این دید چطوری برخورد کنم، که صحبتهایی داره میشه که بیاین بشینین تکلیف نایکی ها رو مشخص کنین، تکلیف سلطنت طلب ها رو مشخص کنین، تکلیف توده ای های سابق رو مشخص کنین. این به نظر من فکر خطرناکیه، برای اینکه چون ما پدیده داخل کشور رو نمیشناسیم، خیلی مهمه که راه خارج از کشوری ها یه مقدار مشخص بشه. من خودم با این مسئله توهم دارم و نمیدارم چطوری با این جنبش خارج از کشور برخورد کنم، و فکر میکنم که بهترین تعریفی که از انقلاب یا جریان فعلی در درون ایران وجود داره شعریه که شروین حاجی پور خونده. در این شعر تمام خواستای این نسل که زندگی، آرامش، یک زندگی معمولی و آزادی درش منعکسه. این به نظر من خواست نسل جوونه، و بهترین تفسیری که میتونیم از حرکت فعلی ایران بکنیم همینه. جوانای ما زندگی معمولی میخوان.
ولی خب این در تعاریف سیاسی قدیم نمی گنجه و به خاطر همین یه مقدار درکش برای ما مشکله. من خواستم ببینم نظر شما به عنوان کسی که در خارج از کشور زندگی میکنین در رابطه با این افکار سیاسیون قدیم که در خارج از کشور زندگی میکنن چی باید باشه؟ چون واقعا به نظر من به التهاب جنبش اضافه میکنه نه به شکل گیریش. چطوری باید برخورد کرد با سیاسیون قدیم که الان میخوان وقت صرف کنن و بگن که بیایم بشینیم تکلیف گروه های سیاسی گذشته رو مشخص کنیم؟ مرسی. تشکر. بفرمایید آقای عربشایی. بله ممنون از شما. ببین واقعا الان اون بحثی که اون شعر برای خیلی مثال خوبی بود. حالا این شعر میدونین که اصلا اومدن یه هشتگی در واقع شده بود که از هر کسی می نوشت، مثلا یکی میگفت مثلا برای مثلا ولیعصر و درختای مثلا چیزش، بعد اینا رو دونه دونه اومده به صورت شعر در آورده، به صورت آهنگ در آورد که انگار یه چکیده ای از اون خواسته هایی که جامعه و این افراد داشتن رو درش بیان کرد و اینقدر فراگیر شد و اینقدر با استقبال روبرو شد. درباره این بحث خارج از کشوری ها ببین واقعا اینه که من خودم یه چیزی که نگرانی که دارم یه افرادگرایی هم به نظرم گاهی ها رخ میده، من برام عجیبه. یعنی این چرخش های خیلی شدید رو توی افکار عمومی من نمیپسندم. من حالا مثلا قبلا همین دو سه سال قبلا اگر کسی مثلا بحث نایاک میشد میگفتم آقا مثلا مورد پسند من نیست اپروچی که نایاک داره. اون موقع احتمالا من یعنی آدم های واقعی میدم، یه کسی مثلا میاد ساعت من بحث میکنه که نه مثلا به این دلیل نایاک خوبه. حالا همونو من میبینم که حالا داره اینقدر دیگه مثلا علیه نایاک حرف میزنه و چیز میکنه که مثلا من باید برم بهش بگم آقا حالا نایاک مثلا دیگه اینجوری هم نیست که تو داره میگه، اینقدر هم دیگه شیطانی نیست واقعا. یعنی این چرخش ها و این افراد تفریط ها خیلی برای من عجیبه و به نظرم بده. یه مقداری آدم ها خیلی انگار توی جوایی قرار میگن، یه روزی مثلا همه عاشق برجام و حالا هر کس اومده مثلا کمک کرده برجام بشه مثلا سوت و کف و هورا، حالا الان یه خودم فضا برگشته، حالا مثلا همون کسی که اون روز برای سوت و کف و هورا زده رو به عنوان مثلا خائن که آقا این خائن بود که رفت مثلا چیز کرد. یه مقدار به نظرم باید یه سری اصولی برای هر کسی برای خودش تعریف بکنه، مبتنی بر اون اصول حرکت بکنه. طبیعتاً جو هر کدوم از ماها رو یه مقدار جابجا خواهد کرد، ولی من اگه یه بیس محکمی داشته باشم، یه جاش حسبیده باشم، حالا با جو این شاخ و برگاشم یه تکونی بخوره اشکال نداره، ولی اگر که اون بیسه نباشه و با این جو ما بریم و بیایم یه روز مثلا من برم آقا ته مثلا طرفدار مثلا رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا بشم، بعد روز بعد ته این که آقا مثلا حالا هر کسی که مثلا از دم در نایاک رد شده خائن نیست که دیگه اینو ما باید تعیین تکلیف بکنیم، اینا واقعا به نظر من مورد پسند نیست. یه گفتمان دیگه، حالا من نه دقیقا منظور شما این بودن، یه گفتمان دیگه که من میبینم بعضی ها روش خیلی سرمایه گذاری کردن و میدونم هم که چرا این کار کردن، اون تر نگاه سیاسیشون که آقا هر کسی که مثلا در انقلاب 57 نقش داشته این اول باید بیاد مثلا یه توبه نامه بنویسه از تمام مثلا کارهایی که کرده، ابراز پشیمونی بکنه و بعد مثلا حالا تازه بعد از اونم بره دیگه ته صف دیگه، حالا بره حالا نهایتا زندگی عادیش کنه، دیگه حق اظهار نظر سیاسی نداره چون اینا مثلا ما رو بدبخت کردن. ولی من میگم آقا نه این شکلی نیست. الان ما که الان تو این شرایط هستیم، هممون داریم از انقلاب دفاع میکنیم، خب دنبال این هستیم که اگه این جمهوری اسلامی بره یه چیز بهتر بیاد، خدایی نکرده نمیدونم، حالا هر نگاهی که داریم، اگر یه وقت این جمهوری اسلامی بیفتد و یک وضعیتی بدتر محقق بشه، شرایط من تحلیلم نیست که شرایط ایران سوریه ای خواهد شد، ولی فرض کن بیفته و شرایط سوریه ای بشه، نمیتونه بعدن برات من این حقو نمیدونم کسی بعدن بیاد من بگه آقا مثلا تو مثلا که دفاع کردی از این انقلاب و تو مقصری هستی، نه خب ما الان داریم تلاش می‌کنیم هم بیفته هم ایشو بهتر به جاش بیاد. خیلی از اون کسایی که من با همین نگاه امروز هم اگه برگردم 57 باز در واقع اون بخشش که مبارزه علیه ظلم هست به نظرم باید انجام داد، ولی حالا خیلی باید دقت می‌کردیم که به قول من خمینی و اون جریان چیز در واقع به این شکل حداقل نتونن قدرت رو یه دست تصاحب بکنن. اونجاش خوب اشتباه بوده، اونجا باید نقد بشه، اون بخش رو باید درس بگیریم که چیکار کنیم این دفعه یه جریان نیاد کلش رو بزنه با خودش ببره دوباره بیفتیم گیر یه دیکتاتوری دیگه از یه بعد دیگه. ولی اصل این که باید بالاخره مبارزه میشود من به نظرم نباید نفی کرد و نباید اون کسایی که تو مبارزه بودن
خجالت بکشن و لکنت زبانی راجع به اون داشته باشن تا اون اصل مبارزه درست به اشتباهش از جایی بوده که تو بخش ایجابیش در واقع نتونستن یه فکر خوب و حاکم بکنن که طبیعتاً در دل این وقایع بالاخره راحت هم نیست. این چیزا دیگه ما الان من خودم میخوام جمهوری اسلامی بره به جاش یک، حالا از نگاه من یه جمهوری سکولار دموکرات مبتنی بر حقوق بشر بیاد. تمام تلاشم هم میکنم ولی دیگه نمیدونم واقعا بعدش آخرش چه خواهد شد، چون در دست یه نفر یا یه جریان که نیستش. ممنونم. تشکر. من خودم یه سوالی داشتم. یه نکته ای که برام جالب هست اینه که به هر حال تو علم اگه اشتباه نکنی یاد نمیگیری، تصحیح نمیکنی. بشر اگر اشتباه نکنه و به اشتباهش پی نمیبره و از تجربهش استفاده نمیکنه. این مبنای علمی داره و اگر از اینجا حرکت بکنیم به نظرم یه اتفاق عجیبی افتاده توی این نسل، این حداقل از در خیزش جدید. در دوره‌های گذشته ما از حزب توده نگاه می‌کنیم، حتی از انقلاب مشروطیت به حزب توده، از کودتای 28 مرداد و حتی تا دوره‌های 60، تا حدی هم تا دوره‌های 70 ما می‌بینیم انتقال تجربه خیلی خیلی کم بوده. ولی عجیبه، من وقتی نگاه میکنم به حرکت هایی که این بچه های سمیز سال های 80 میکنن یا زومرا میکنن، به نظر میرسه که اتفاقا خیلی از این تجربه استفاده کردن. به طور مثال خیلی ساده براتون بگم، ما اگر مثلا خیزش هایی که میشد یک جا جمع میشدن برای رژیم هم راحت میرفت سرکوب میکرد، الان دیگه اینو قشنگ فهمیدم. خب اینا که اون موقع به دنیا نیومده بودن بعضیاشون اصلا، یا مثلا خیلی بچه بودن، چجوری این انتقال پیدا میکنه؟ اینا باید حتما یا از پدر مادراشون اینا به هر حال باهاشون در میان گذاشتن، یا که خودشون خوندن. و من فکر میکنم با توجه به دوره اینفورمیشن و همونجا که شما گفتین بچه‌ها با تکنولوژی به دنیا اومدن، این اطلاعات هم اونجا بوده دیگه، خب اینا رو استفاده کردن برخلاف اطلاعاتی که ما قبلا نداشتیم و این اطلاعات از بین میرفت، این اتفاق افتاده. اینو چجوری توضیح میدید؟ یکم اینه که اشاره به رهبری 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 میکنید. ببینید من فکر میکنم که اونایی که از رهبری به هر حال میترسن و اینا توجه به این ندارن که اگر این بستر و جنبش رو نمیتونن توضیح بدن، چگونه میخوان رهبریش رو توضیح بدن؟ این خودش یه سوال بزرگیه. خیلی ممنون. بفرمایید. ببخشید دومی رو اگه شما دیگه بگین، آخری رو. یعنی اگر این انسانایی که قبلا خودشون این همه اشتباه میکردن و به اشتباه خودشون پی نبردن و اون اشتباه بزرگ و مثلا توی خیزش ها میکردن، جمع میشدن و یه جا رژیم سرکوبشون میکرد، یا در حال حاضر و صحبت رهبری رو میکنن، آیا از به اصطلاح ذهنیت قبلی خودشون حرکت نمیکنن؟ آیا نباید فکر کنن که اینایی که اینطوری راحت شبکه ای کار میکنن این بچه ها، مطمئنن فکر رهبریشون هم هست. ما نمیتونیم تعیین بکنیم اینا چجوری رهبریشون رو اعلام میکنن و کی. و این به فکر میکنم بیشترین کاری که نسل ما میتونه بکنه به اینا کمک بکنه که صدای اینا باشیم. خیلی ممنون. بله ممنون. راجع به اون بخش اول بحثتون که گفتیم، ببین واقعیت اینه که خوباره خیلی از این تجربه ها به نظر من اولا که در دسترس خیلی چیزا که آدم ها دیگه الان با اون اینترنت سلکتیو میره، طرف خاص میره اونو در میاره. یعنی مثلا ممکنه الان راجع به مبارزه خیابانی بخواد بدونه که من چیکار بکنم توی خیابان اگه جمع ما مثلا ضد شورش از این ور اومد، اون ور نمیدونم کوچه بنبسته، اون ور فلان، من چیکار کنم؟ میره سرچ میکنه، دقیقاً میرسونتش سر یه فیلمی، یه مستندی، یه چیزی که داره راجع به همون توضیح میده، همون رو نگاه میکنن. یعنی اینقدر راحت شده که اینا، خب مثلا قبلا باید نرس طرف شاید احتمالاً میرفت یه کتابی پیدا بکنه، یکی بنویسه، کتاب چاپ بشه، نمیدونم اسکا چاپ بزنن، یا یه جزوهی مثلا پولیکوپی حالا یکی بیاد بزنه بگیره، حالا برسه به دست یکی بخونه بخواد استفاده کنه. خیلی سخت‌تر بوده، الان واقعا خیلی راحت‌تر شده. مثلا دارم میگم، شما فرض کن
ما اگه یه زمانی میخواستیم راجع به حالا جنبش آتفور توی صربستان مثلا اطلاعات کسب کنیم خیلی سخت بوده. اینا با خیلی هاشون زبان ها از اول زبانم بلدن، اینترنت هم بلدن. یه دقیقه یارو مثلا یه فقط کافی کلید واژه بشنوه که آقا تو صربستان یه دیکتاتور انداختن، اگه اون آدمه باشه که میخواد چیز کنه یه دقیقه سرچ میکنه انگلیسی، 100 تا منبع میاد، 100 تا مستند میاد، میتونه بشینه اینا رو نگاه بکنه، کلی اطلاعاتی در بیاره که حالا من اگه بخوام بهش بگم یا بخوام یه کتاب بنویسیم بدیم دستش، حوصله‌ش هم نداره اصلا کتابو بخواد بخونه. اینا خیلی میگم مولتی مدیایی، خیلی خلاصه داستانو سعی میکنن سریع بگیرن و خوبم میگیرن، باهوش هستن. یا حالا بازیای همون کامپیوتری، بخشی از این بازیا خب چند جور بازی هست، یه سریش در واقع استران بازیای استراتژیه، یعنی از اول حالا من خودم کم تو این دنیا بودم ولی یه کوچولو که دیدم خب بازیای استراتژی اصلا انگار داره ذهن شما رو استراتژیک درست میکنه که یه نمیدونم فرض کن یه کشور رو بخوای استراتژیک اداره بکنی که آقا منابع تو چجوری خرج بکنی، همه رو مثلا خرج این نکن، بیا آقا نمیدونم آتش نشانی رو بذار اینجا، یکم بذار اینجا، اینا همه هست تو بازیه و اینا خیلی از اینا ذهناشون اینطوری اصلا یه توسعه‌ای پیدا کرده که برای ما شاید قابل درک نباشه. در مورد بحث رهبری هم آره من معتقدم که در نهایت رهبری بخش خیلی خیلی مهمیش در داخل هست و باید باشه، به ویژه تو اون بخشی که چون رهبری کاری که قرار دو سه تا کار مهم مثلا که همون طراحی استراتژی ها هستش یا فراخوان دادن یا اون مدیریت صحنه های میدانی، اینا رو که اصلا نمیشه بیرون کرد، اصلا بی معنیه خود اون فراخوان. مثلا من اینجا بیام بگم آقا فلان روز فلان ساعت بیاین فلان جا، من اصلا نمیدونم اونجا الان در چه وضعیت، اینا میبینن آقا پلیس کجا مجتمع میشه، نمیدونم چی کجاست، و این بخش فراخوان و استراتژی‌های میدانی و کارهای میدانی قطعا از داخل هستش. ولی خب یه بخشی من میخوام بگم، یه بخشی هم همه چی هم نباید دیگه چیز کرد، یه بحث قطعا مسئله یه جا بالاخره نیاز به یه رهبری سیاسی هم داره که به نظر من تو اون رهبری سیاسی هم باز اگه نیروهایی در داخل بتونن پیوند بخورن با اینا، اونا صلاحیت بیشتری خواهند داشت. ولی سخته، چون اون رهبری سیاسی شکل گیریش تو داخل تا زمانی که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی دوچار خلل جدی، اختلال جدی نشده ممکن نیست. بلافاصله اون آدم یا اون آدما رو نه تنها ممکنه بکنه تو زندان، بلکه ممکن تو اون شرایطا بردارن آقا یه دقیقه برن در خونه یارو یه گوله بزنن بعدن بگن ضد انقلاب کشت، مثلا اصلا تو حکومت گردنم نگیره. یعنی مثلا کافیه مثلا یه نفر یا یه آدمایی یه اقبال سیاسی اونطوری پیدا کنه. بنابراین یه بخشی هم رهبری سیاسی میتونه به نظر من به خاطر اون شرایط خاص داخل، نه همش ولی یه بخشیش میتونه تو خارج شکل بگیره، ولی این خیلی اراده گرایانه نیست. باید ببینید تو این تعاملا در نهایت اون آدما که تو صحنه و تو میدان هستن اونا در واقع چه جوری چه کسایی رو ممکنه برای این موضوع داره صلاحیت بدونن. این که مثلا من بشینم اینجا یا یه سری بشینیم اینجا بگیم اوکی ما دولت موقت تشکیل، این خنده داره اصلا، نه در اون مرحله این، نه اصلا شوخیه دیگه. یعنی واقعا الان بیام چون من یه مصاحبه چند نفرم بود در واقع توی این صدای آمریکا راجع به این بحث دولت موقت و اینو گفتم، ببینید دولت موقت ما حالا نمیخوام عیناً همه چی عین انقلاب 57، ولی دولت موقت سال 57 تو انقلاب 57 15 بهمن تشکیل شده، یعنی 15 بهمن یعنی 7 روز فاصله بوده تا افتادن حکومت. وقتی الان نگاه میکنیم 22 بهمن 16 بهمن اینا وزرا رفتن دم در وزارت خونه ها دیگه دربون و دمه در وزیر بختیار رو نده، وزیر دولت موقت رو داده تو. خب ما الان خیلی دور مسخره، من اینجا بشینید و بگم فلانی وزیر کشاورزی، سوژه خنده است دیگه اگه همچین کاری کسی انجام بده. برسه به من، یعنی ما عجله نبکنی، بره جلو، برسه به اون مراحل، خیلی چیزا اونجا خود به خود رخ می نماید و نمایان میشه. اون رهبری سیاسی هم شکل میگیره، حتما یه بخشیش تو داخل، یه بخشی ممکنه در خارج باشه، ولی اراده گرایانه نیست، عجله نباید بکنیم، قدرت طلبی هم کسی نباید بکنه. در نهایت به نظر من به وقتش خیلی از این اتفاقا خواهد افتاد دیگه. ممنون. بسیار عالی. اگر اجازه بدین آقای بهنام و ایرج قهرمانلو، چون کسان دیگه جلو شما صحبت کردین دیگران صحبت میکنن، اگه وقت بود بعد شما هم دوباره میتونید صحبت بکنید. آقای فرشید مقیمی بفرمایید. خیلی متشکرم آقای عربشاهی از بحث بسیار خوبی رو که آوردین و ارائه دادین، خیلی منظم این مسئله رو بردین جلو. چند تا نکته دارم و سوال. شما تو بخش بررسی چند وجهی خیزش سراسری
به وجه طبقاتی اشاره کردین و پررنگ شدن طبقه متوسط شهری رو اونجا مثال زدیم و این به نظر درست میاد. فکر میکنم وقتی که توی ویژگی های نسل نو دارین صحبت میکنید، گفتین نسلی که در شرایط جدیدی ایجاد شده بود و بزرگ شده بود، چند تا از مشخصه هاش خانواده های کم جمعیت، حریم خصوصی و عزت نفس و عدم سلطه پذیری، مشارکت در تصمیم گیری، که بسیار درسته و این ربطش در واقع با طبقه متوسط شهری هستش. دقیقا این ویژگی ها ویژگی های طبقه متوسط شهریه که ممکنه این شرایط در درون جامعه فراهم شده باشه براش به عنوان طبقه متوسط، ولی خیلی از بخش های عمده ای از جامعه ما، حتی کودکان ما، از این امکانات برخوردار نبودن و نیستن. و اینکه حالا تو خانواده کم جمعیت یا حریم خصوصی، فکر میکنم برای اکثریت کودکان جامعه ما این شرایط وجود نداره و نداشته. اگر عمدتا مسئله شما در رابطه با همون طبقه متوسط شهری هست، درسته این، ولی در مورد اکثریت کسانی که حالا چه دانش آموز چه دانشجو در این شهر مبارزه شرکت میکنن، شاید واقعا این مراحلی رو که شما گفتین طی نکرد. یه بخش دیگهش در رابطه با افول جایگاه پادشاهی و بسیار پادشاهی خواهان مطرح کردیم، که خب درسته، واقعا نکاتیه که قابل درکه و باید به اصطلاح توجه کرد بهش. شعار مثلا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این یه بحث جالبی من از آقای حامد اسماعیلیون دیدم که وقتی در تظاهرات برلن ایشون نوشته بودن، فکر میکنم مال ایشون بود، نوشته بودن بعد از تظاهرات برلن نوشته بودن که خب عده‌ای از دوستان ما انتقاد کرده بودن برای ما که چرا این شعار داده شده، رفتار به اصطلاح شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و دوستان دیگه‌ای باهاشون صحبت کرده بودن و گفته بودن که آیا شما اگر شاهی ستمگر باشه، آیا شما میخواین این شاه ستمگر رو؟ گفتن خب نه، اگه شاه ستمگر باشه که ما نمیخوایم. که خب مفهوم این شعار هم اینه، شعار بر به اصطلاح مرگ بر ستمگر. حالا این ستمگر اگه شاه باشه به جای خود، اگه رهبر باشه به جای خود، حالا اگه شاهی هم باشه که ستمگر نباشه، مثل پادشاه سوئد باشه، که خب دیگه کاری ما باش نداریم دیگه، اون اصلا کاری با قانون نداره، که اون توی چارچوبه خودش هست. یا شعارهایی که در داخل ایران سندیکاهای کارگری میدن، که به هر حال اینم کم و بیش داده شده تو جاهای مختلف، توی تظاهرات واشنگتن مثلا توی 2 هفته گذشته کسانی اومده بودن با این شعار که نه شاه نه ملا، قدرت به دست شورا. در واقع بیان این هست که ما جامعه جمعی میخوایم، جامعه شورایی میخوایم، جامعه فردی نمیخوایم، احتیاج به رهبر فردی نداریم، یک آدم بیاد همه مشکلات رو بخواد حل کنه و دانشش رو نداره. ما همه مشکلات در یه جامعه دموکراتیک باید از طریق به اصطلاح فعالیت جمعی و محیط دموکراتیک حل بشه و بره جلو. خیلی متشکرم. بله، خیلی ممنون از شما. برای من فقط یک دو نکته کوتاه بگم راجع به اون بحث خانواده کم جمعیت و اینا که من گفتم. به الزاما فقط هم میتونه متوسط شهری نباشه، البته من گفتم طبقه متوسط پررنگ‌تره تو این اعتراضات، ولی ببینیم جامعه ما الان یکی از سالهاست یکی از کمترین میزانهای رشد جمعیت رو توی خاورمیانه اینا داره، یعنی تو خیلی از این کشورها درصد رشد بالاست، ولی تو ایران 1% و 1.2% در حد خیلی کمی، یعنی احتمالاً تا یه چند وقت دیگه اگه با همین وضعیت بریم جمعیت ایران ثابت شه روی عددی. و
بعد از اون انفجار جمعیتی که بعد انقلاب داشتیم سال 58 تا 65 یه تعداد خیلی زیادی آدم به دنیا اومدن، من خودم حالا یکی از اونا، و اون ما یادم با ما این بدبختی ها میمد جلو، ما بچه بودیم، بحران شیر خشک بود، یعنی من یادم مسئله کمبود شیر خشک بود توی ایران، رفتیم دبستان، بحران دبستان بود، دبستان ها دو شیفته سه شیفته، رفتیم راهنمایی همینطور دبیرستان، رسیدیم به کنکور، کنکور شده بود مهمترین مسئله جامعه، یعنی همه جا در مورد کنکور حرف می‌زدن. باز رفتیم دانشگاه، دانشگاه های جوری، رسیدیم به بازار کار، یعنی یه جمعیت خیلی پیک جمعیتی خیلی گنده، هر جا رفت با خودش بدبختی بود. اینا الان اکثرا که حتی اونایی که طبقه متوسط هستن، اکثرا اونایی که دیگه پدر مادر شدن، اینا ما همتون میتونیم ببینید چک کنید تو فامیل دوستا، حتی اون کسایی که فکر کنید چی هستن، یه بچه نهایتا دیگه خیلی جرأت میکنن دوتا، من ستایی واقعا کم میبینم، یعنی توی طبقات پایینترم نمیبینم واقعا جرأت نمیکنن بیارن، چون اصلا نمیشه، نه یارو میتونه کرایه خونه بده، نه میتونه چیز بکنه، حتی اون کارگرش هم اون آدم دیگه، حالا کارگرا الان وضعشون خیلی هم شاید بد نباشه، اون بیکارش هم دیگه میفهمه که آقا من نمیتونم الان مثلا 4 تا بچه بیارم و مجبورن اصلا. و حالا یکی از سیاست ها جالبه، یکی از تنها جاهایی که خامنه ای قبول کرده که، یعنی گفته من اشتباه کردم، یکی از معدود جاهایی که جمهوری اسلامی به نظر من یک کار خوب انجام داد، چون این سیاست کنترل جمعیت و دو تا بچه کافیه اینا دهه 70 حالا بیشتر تیم رفسنجانی اینا آوردن رو این کار کردن، خامنه ای هم اوکی داده بود بهشون، اینا چند وقت قبل برای اون اشتباه ممالا، چون اون نگاه احمقانه اینا که آقا جمعیت سنی ها داره زیاد میشه و جمعیت شیعه ها کم، نگاه های احمقانه که اینا دارن، ولی این یکی از معدود کارهای خوبی بوده که تو جمهوری اسلامی رخ داده که جامعه ما اون رشد جمعیت متوقف شده و یه بخشش حالا اون سیاسته بوده، یه بخشش هم واقعیته بوده، انقدر گند زدن که هیچکس جرئت نمیکنه بچه بیاره، برای همین این حتی تو اون طبقات پایین هم هستش. یه چیزی هم من بگم، یه اتفاقی هم خیلی که افتاده تو جامعه ما، چون معمولا این جابجایی های طبقاتی خیلی همزمان نیست، یعنی ما یه آدمایی داریم که از نظر فرهنگی الان طبقه متوسطن، از نظر اقتصادی طبقه پایینه، یعنی چون دیگه طرف دیگه معیشتش و اقتصادش به طبقه متوسط نمیخوره، چون هی جامعه داره فقیرتر میشه، ولی خب این فکرش هنوز طبقه متوسطیه، فرهنگی هنوز طبقه متوسطیه، در نتیجه اینا اتفاقا خیلی دیگه مشکل میشن برای جامعه، چون طرف فکری و فرهنگی اونطوریه ولی زیست واقعیش اون شکلی نیست و اینا دقیقا دیگه بستر اعتراض هستن. راجع به اون بحث اون شعار هم که گفتی، به این شعارا واقعا مثلا شعار مرگ بر ستمگر، من خودم اینجا توی تجمع اینجا چون میبینم پادشاهی خواه هم از فلان هست، میگم آقا من تا جایی که اونا نیان روی خط تفرقه منم نمیدم، مو مردم تو ایران حالا اونا خودشون تصمیم میگیرن، ولی اینجا ببینم آقا یه دفعه اینا اومدن شروع کردن به جاوید شاه، خب منم میگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا هرچند تازه همون تعبیر شما هست دیگه، شما که اگه میگین آقا ما شاه مشروطه میخوایم، شاه مشروطه هم که اصلا قرار نیستش که کاری بکنه که ستم بکنه، منم که میگم آقا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر باشه چه رئیس جمهور باشه هر کس که باشه، بقول معروف اونا مگه میخوان شاه رو با این وجهش نگاه بکنن نباید ناراحت بشن، ولی به هر حال یه بخشی از شعارا در این تعامل اجتماعی با هم دیگه هستش دیگه. ممنون. مرسی آقای فرامرز رفیعی، بفرمایید. ممنون شایدان، همچنین جناب عربشایی ممنون از بحثتون، این گونه بحث ها واقعا لازم استش، یه بحث دیگه گذاشتیم برای پنجشنبه که همین پنجشنبه که میاد در مورد اینکه وظایف ما چیه، اونجا میتونیم بیشتر سر این رو صحبت کنیم، ولی بعد مطلبی که شما مطرح کردید این که خب حامد اسماعیلیون این چیز رو داد، فراخوان داد و اگر این گروه های مختلف یا اپوزیسیون میدادن این جمعیت جمع میشد. در این مورد من چند تا مثال میزنم، البته خودتون که جزء امضا کننده های اون نامه 260 نفر هستید، من هم امضا کردم اون نامه رو که از حامد اسماعیلیون تشکر کردیم که این کار انجام داد و خوب داره تلاش میکنه، ولی مسئله نهادهایی که ما داریم به این شکلی که نهادهای ما در شکل یا نهادهای مثلا اول قبل از اون آمریکایی رو نگاه بکنیم، شما که میرید توی نهاد ورزشی، نهاد جمهوری، نهاد دانشجویی هرچی میرید
به مثل وارد نهاد میشید میگه آفرین اومدی یک، یک کار خوب کردید دو، یک کار بهتر کردید سه، همچنین کار یک کار بد کردید خوب مینهایی یک میشی دو دو. ولی اینجوری یه امتیاز میدم، ما برعکس میکنم، به مثل یه رفتی یه بیست میدم، بعد خب تو راه کار بد میکنی دیگه، اینا دیگه مثبت دیگه ندارن، یه کار بد کردی میشی 19، یه کار دیگه کردی میشی 18، 17، همطوری یه کار تا میرسی به 3 با لغت برونت میکنی. در نتیجه این فکربندی هستیز، این فکربندی توی قانون هم ما همین داریم، ما خیلی دموکراسی اینجا تمرین میکنیم، ولی تو قانون این داریم که هر وقت توی انتخابات قانون بوده و یک نفر ناشناس اومده برای هیئت مدیره کاندید شده، هیچ گرفته یعنی واقعا مثلا از 40 نفر 50 نفر 48 نفر 38 نفر بهش رأی دادن و 20 کسی گرفته و این نمره کم میشه. خیلی از ماهایی که فعالین قانون بودیم خب متوسط میاریم، ولی اون فرد بالاترین رأی میاره. همین مسئله در مورد تظاهرات مختلف در شهرهای مختلف اتفاق افتاده. همین تظاهرات وقتی که حامد میاد میگه به دلیل اینکه مردم به عنوانی که خب زیاد نمیشناسنش و نمیشناختنش، چون حامد تا همین چند وقت پیش میگفت چرا کسی ما رو نمیبینه، چرا کسی ما رو نمیشنوه. من این سرسا حتما شما هم دیدی رو بارها گفته چرا کسی ما رو نمیشنوه، چرا صدای ما به ایشکی نمیرسه، شما هم نمیشنوین که ما داریم چی میگیم، میبینیم ما داریم چیکار میکنیم. و این بارها میگفت، بعد الان مثلا همه بهش لب لبک میگم، من فکر کنم همون 20 که بهش دادن و بقیه هم همینطور. تو خود واشنگتن نگاه بکنید، کسانی که این تظاهرات رو روز شنبه رو شروع کردن برای بچه بودن که کمتر شناخته شده بودن، همین یک دو نفرشون هم خوب شناخته شدن و خب ما میشناسیم، ولی چون به دلیل که اونا دادن جمعیت بیشتری رفته، همون 20 دوباره مجدداً به اینا دادن. یک مطلب دیگر میخواستم مطرح بکنم و اون وارد شدنی به اصطلاح عناصر با سن بالاتر یا عناصری که پدر مادرها هستن و عناصر دیگه ای که وارد شدن در تظاهرات هست. به نظر خیلی طبیعیه تو شرایط کنونی اونها وارد نشن. الان وضعیت جنگ و گریزه. خب ما زمان سال اواخر 56 اوایل 57 خب ما همین کاری رو اونجا بودیم، هنوز هیچ تو آخون بی مولای چیزی نمیده به ما بگه چیکار بکنیم چیکار نکنیم، شما نویسی بعد بریدن درگیری دعوا از این چیزها رو ما اونجا داشتیم دیگه. اون مواقع ما داشتیم سی میکنیم و میدونیدیم، خب وقتی یارو پلیس میومد از اون تمام میگید و میدونیدیم و خب طبیعتا این هم چیزی رو داریم. اینجا همین شکله، شما باید یه نیرو داشته باشی که این نیرو بتونه به جنگ درگیر بشه، سنگ پرد کنه، کتک بخوره، ال بشه عزیزا. در خاطر در مرحله الان مثل مچندازی میشه، دقیقا دوتا با هم دیگه در دقیقا هم میدازن، هی مچشون عقب جلو میکنن تا اینکه خسته بشه. و این کار موجب این شده که به اصطلاح مردم منتظرن که ببینن چه اتفاقی میفته. این در مسئله حجاب میبینید، مثلا یه جایی توی یه منطقه مثلا 4 نفر بدون حجاب سن میکنن، بقیه هم که اون به واسه هم حجاب میرسه تو رسونشون. این توی فیلم ها دیدیم، من این رو دقت کردم چه اتفاقی برای کناری ها جواری های خیابون میفته، خیلی از اینا اینطوری میشه اتفاق میفته. یعنی که منتظرن که ببینن که یه جایی برسه و وقتی مردم اومدن تو خیابون نتیجه اصابات شروع میشه، چیزا شروع میشه. این مرحله که ما داریم هنوز به اون مرحله نرسید. مطلب سومی که میخوام مطرح بکنم، فکر میکنم در ایران دموکراسی پایه‌ای و دموکراسی در گراسروت شروع شده. یعنی شاید از اواسط دوره جمهوری اسلامی این گراسروت شروع کردن. گراسروت از نهادهای قومیتی از اونجاها شروع شد و نهادهای بعدی که این نهادهای گراسروت رو جمعی اداره میکردن. بعدن به وقتی ما ساختمون سازی زیاد شد، نهادهایی که توی این آپارتمان ها تشکیل شد مثل پاندوهای اینجا جمعی اداره میشد. از توی سیتو کرد یونسف 1399
یه بررسی میکنه، یه آمارگیری میکنه که تحت نظر مستقیم خودش بوده در ایران 65 درصد اینجوری مطرح میکنه. این سایت یونیسف ببینید میگه 65 درصد از نوجوانان و جوانان میگن تو خونه تو خانواده با ما حرف زده میشه، ما با اونا حرف میزنیم و ما شنیده میشیم، چیزی که دوره ما نمیفته. در این خب شما میدونید دیگه که دوره ما همچه اتفاقی نمیفته، ولی الان داره اتفاق میفته. 85 درصد از همین نوجوانان و جوانان که سوال ازشون کردن گفتن ما از شرایط خونه و خانواده راضی هستیم. خب در نتیجه اینها دارن حرکت میکنن. حالا در جمعی دیگه کارهای آمون و همسره که خب دیدید دیگه اینها هم نستن تعمل کنن، حتی اونی که میگو من آمون و همسره حزب علی هستم اونم باز دارن راغونش کردن چیز کردن. ولی تو سازمان های آمون و همسره هم مثل سازمان های گرسوت حرکت میکنن و اینا چیز دارن. در نتیجه یه بیس همکاری جمعی، یه بیسی که میشه مثلا پشوانی نظر شما باشه که بالاخره برامرز سعی کنید جمع کنید چون تعداد زیادی تو خط هست. هنوز به 20 دقیقه هستیم مشتاق جان. چشم الان من جمعش میکنم. این که مثلا یه نهایتا یه جمعیتی میان به عنوان یه رهبری جمعی کار رو در دست میگیرن، این رو به نظرم خیلی قوی تر میکنم. ممنون از شما. مرسی آقای عربشاهی. بله مرسی. من نکات خوبی بود، فقط راجع به یکیش که به نظرم خیلی نکته مهمیه و شاید حالا حتی کانون بتونه راجع به این بعدن جلسه بذاره فکر کنه، چون در دقیق خود منم هست، این که ما چرا به ناشناسا بیشتر اعتماد میکنیم تا با آدمی که میشناسیم، هم خوبش رو میدونیم هم بدش رو میدونیم. و این یه بحران شده تو فضای سیاسی اجتماعی ما. اصلا همین که الان شما فقط واشنگتن نیست، شما تو همه شهرها برید نگاه کنید یا در کل هم که می‌بینید دیگه. حالا حامد اسماعیلیون به نظر من آدم خوبی از آب در اومد، ولی به هر حال به یه جریان سیاسی شناخته شده که مثلا تابلوی خودشو داره، اصلا مرامنامه خودشو داره، آدماش معلومن، خوبش بده بدش معلومه، به اون اعتماد نمی‌کنیم. ولی یوهو یکی میاد میگه ما جمعی از ایرانیان واشنگتن داریم. خب کی هستی؟ این جمعی از ایرانیان کیه؟ نریم اونجا مثلا یوهو ببینیم فلان گروهه که با سر تا پاش مشکل داریم، نریم ببینیم که آقا فلان آدمه که یوهو ببینیم اجنداش یه چیزیه که مثلا کاملا متفاوته با خواسته ما. اونا بهش اعتماد میکنیم، میگه نداره این جمعیه نمیدونیم که، ولی اون فلانیه میدونیم. آقا مثلا فلان کس رو من میشناسم فلان جا، یه جام باش حرفم شده ولش کن، عمرن توی برنامه اون نمیرن. این وقت توی وقتی میاد تو سطح بالا بحران ایجاد میکنه، فرصت ایجاد میکنه برای فرصت طلبا، و این فرصت طلبا تو سطوح بالای سیاسی تو مسائل کلان لطمه میزنه. یعنی الان ببین شما انقلاب تونس رو ببین، چجور یه نفر از همین جنس اومده زده برده. تجربه تونس رو ببین حتما نگاه بکنید، این کسی که الان رئیس جمهور شده دیکتاتوری چجور رو انداخته. یه استاد دانشگاه بوده، حقوق بشر هم فکر کنم درس بده دانشگاه. خب حالا سیاسیون هم بالاخره ضعفای خودشونو داشتن، تو اونجا مشکلات نشده اونجوری که باید شاید حل شه بعد از انقلاب تونسی. این آقا اومد جریان سوم، اصلا جریان سوم همیشه کلاهبرداریه. یعنی من هر جایی دیدم، حالا یعنی هر کس میاد میگه آقا من نه اینم نه اونم، من سومیم، این در واقع اومده میخواد از یه خلایی استفاده بکنه و بره جلو، حرف خودشو به چیز بشونه. یا مثلا من خیلی یه چیزی که حالا من خیلی بچه‌ای که دارم، من با یک دو نفر از کسایی که ترجمه میزنن زیاد جالب نمیدونم شون، ولی خب اونجا 30-40 نفر دارن تلاش میکنن، خیلیشون زحمت کشن، ولی یه تاکیدایی آقا ما اصلا سیاسی نیستیم. یعنی چی؟ مگه میشه آقا تجمعی که آقا اصلا تمام موضوعش اول تا آخرش سیاسی؟ یعنی 800 بار بیا تاکید ما سیاسی نیستیم. خب سیاسی قطعا سیاسی هستی، همه ما به قول معروف سیاسی هستیم، امکان نداره سیاسی نباشیم. ولی اونم میدونه چرا باید این حرفو بزنه، برای اینکه آخه جامعه از یه آدمی که بگه من سیاسی ام، مثلا من آره من سیاسی ام، من مهدی عربشاهی سیاسی ام، عضو یه گروه مشخص جمهوری خواهان هم هستم، ولی جامعه انگار اینو نمیپسنده. یعنی جامعه انگار به این بدبینه، به یه چیزی که بیاد بگه نه من سیاسی نیستم، ولی مثلا همین تونس رو داشتم این اتفاق افتاد، یارو اومد گفت نه من مثلا سیاسی نیستم یا از این سیاسی نیستم،
رئیس جمهور شد تو تونس، بعد همین آدم قانون اساسی رو منحل کرد، نمیدونم چی و چی کار کرد. یعنی این آدم یه بلایی داره سر اون انقلاب تونس، چون تنها انقلاب موفق بهار عربی تونس بود. این یه دونه هم این آقا بعد از 7 8 سال اومده دزدیده برده داره یه دیکتاتوری درست میکنه بدتر از بن علی. برای همین واقعا باید راجع به این فکر کنیم چرا جامعه ما به یه جریان سیاسی شناخته شده که معلومه مرامش. مثلا حتی من جمهوری خواه واقعا اگه بخوام درست فکر کنم باید به یه جریان پادشاهی خواه بیشتر اعتماد کنم تا به یه کس جریان ناشناس، چون پادشاهی خواه رو تش میدونم چیه دیگه، میدونم آقا بالاخره آقا این اینه، اینجاها باش توافق دارم، اینجا باش مثلا مشکل دارم، ولی ناشناسه واقعا من چیه و فضا میده به فرصت طلبا. و نگرانم که یه زمانی اگه ایران در بعد و امرم پیروز شد، جمهوری اسلامی انداخت، دموکرات شد، این مشکل فرهنگیمون رو حل نکرده باشیم، یه فرصت طلبی شبیه اون کسی که تو تونسه بیاد بزنه و بعد همه عذاب بگیریم که ای بابا مثلا به چه بدبختی جمهوری اسلامی رو انداختیم، حالا فلان کلاوردار اومد زد برد دوباره دیکتاتوری رو انداخت. برای همین واقعا من روی اینا کار کرد. ممنون. تشکر. اگه اجازه بدید دیر وقتم ساعت 10 معمولا ما جلسه‌مون تموم میشه، اگر بعدن شما خواستی میتونیم ادامه بدیم، دو نفر سوال بکنن و که بتونیم جلسه رو به هر حال تعداد بیشتری در بر بگیریم. خانم مانیکا بفرمایید. خانم مانیکا وکیلی بفرمایید. اولا میخواستم تشکر کنم از صحبت‌های شما، واقعا خیلی دقیق مطرح کردید مسائل رو یک با یک و خیلی ممنون هستم. و من صحبت من این هستش که باید دید این گروه از کجا آمده. گروه زی نه مذهب میخواد و اعتقادی به مذهب نداره، مخصوصا مذهب اسلام. تمام قوانین اسلام جمهوری اسلامی ضد زنه. 50% جمعیت ایران هیچ حق حقوقی نداره، حق نگهداری بچهش نداره، حق طلاق نداره، حق خروج از مملکت نداره، اصلا حق زندگی نداره. و این زنا هستن که روسری سمبولیه، ولی واقعا این زنا هستن که این گروه ها رو رهبری میکنن. شاید ظاهرا نباشه، ولی وقتی به پسرش میگه، به دخترش میگه و ما دخترش میبینه که چه بر سر مادرش میاد، مادر بزرگش میاد، اینه که این زنها تا آخر خواهند رفت. من مطمئن هستم که مردها هم البته کمک خواهند کرد، چون دیدن که به سر مادرشون چی اومده، مادر بزرگشون چی اومده و چه بلاهایی به اسم اسلام سر اینا اومده. اینه که من مطمئن هستم که این فعالیتی که الان جوانها میکنن ادامه خواهد داد تا به مرحله خواهد رسید که این رژیم از بین خواهد رفت. برای اینکه زنها دنبال این مسئله هستن، شما میدونید زنها اگه بخوان کاری انجام بدن میدن. من همین صحبتم بود. تشکر. آقای رحیم شفا بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. من یه مقدار دنبال همین صحبت ها که میشه، من خیلی نگرانم و خیلی مغموم شدم اخیرا راجع به دستایی که داره میاد توی این حرکت، این حرکت رو منحرف کنه یا مثلا به کارهای جایی بکشه. من نمیدونم، ولی نظر من هست. مثلا به سوالی میخوام بزنم، گوگوش رو دعوت کردن، بعد خدا رو رفته روز اولش راهپیمایی کرده، شعر خونده واسه مردم، مردم رو تشویق کرده به انقلاب، بعد فرض همونا، حالا نمیدونم همه اونا بودن یه 30-40 نفر هرچی بودن، زدن فوش بعد ویرا و بهش گفتن بی شرف. یعنی همون چیزی که به شکنجهگر و به آدمی که تو خیابون آدم میکشه یا به زنه ما تجاوز میکنه بهش میگن بی شرف، همون لغت بی شرف رو برای گوگوش استفاده کرد. این به نظر میاد که دوز کرده این مطلب رو. یا فرض کنین من در بردم حدود 100 تا از قهرمانای ورزشی ما که مدال بردن تا به حال کشته شدن، یعنی اعدام شدن تو این کشور. حالا اینا انقلابیای یک شبه افتادن به جون تیم ملی فوتبال، میگن که تیم ملی میخوام نمیدونم جوشو بگیریم که نره، و حالا میترسم اگه بنده خدا اگه رفتنم اونجا بخوام بازی کنم برحله انگلیس، ایرانی بیان مثلا بوتی پرت کنم به تیم ملی خودمون. این نظر شما چیده؟ چیده جورش بگیریم؟ من نگران اینها هستم.
بله مرسی. من حالا هم راجع به صحبت خانم مونیکا و صحبت شما به نظرم میشه مرتبط کرد. من کاملا موافقم که زنها گفتم خیلی نقش پررنگی داشتن. حتی ما میبینیم سمبولا و کارهای سمبولی، همون آتیش زدن روسری مثلا یکی از کارهای سمبولیک بوده، یا قیچی کردن مو که این حالا بیشتر در واقع در اون حالت عزاداری برای چیز بوده، این باز یکی از کارهای سمبولیک بوده. و باز حالا مثالی که آقای شفا گفتن، من کاملا موافقم. اولا که من ندارم میگم یه سری آدمایی که به طبل اون افراطی‌گری میدمن، مخصوصا اونایی که از دور دارن به این موضوع میدمن، من به اینا خوشبین نیستم واقعا. یه وقت یه کسی تو داخل ایران وسط اون شرایط پرتنش که گوله ساچمه از این ور میاد از این ور بگیرنش میکنش توی سلول انفرادی، اون یکی داره میزنه جلو چشش، رفیقش کشته میشه، اون تو اون شرایط یه خشونتی هم اگه بکنه من درکش میکنم، ممکنه من تایید نکنم، ولی من اینجا نشستم راه دور پامو انداختم رو پام، قرار به اون خیلی نمیتونم حرف بزنم. اما از این در میگم آقا یارو اونم عین من نشسته تو آمریکا یا اروپا دستور داره میده، میگه آقا بزنین پدر اینا رو در این سر اینو ببر سر اون این به این من خیلی مشکوکم، به اینکه این بیرون داره این چیزا رو میکنه. حالا اون که اون تو اگه یه خیلی خوشونتی هم میکنه، میگم در اون تعاملات اون لحظه و اینا، هرچند باز من در حد خودم سعی میکنم که آروم بکنم، چون واقعا خشن شدن زیاد رو به صلاح نمیدونم. یا همین مثالایی که زده میشه که همه رو ما خائنن دیگه، گوگوش خائنه، این خائنه، اون خائنه، کی موند برامون؟ هیچ کی نمونده. تیم ملی، باز من سر بحث تیم ملی، حالا الان واقعا من ملت شاید دل و دماغ فوتبال دیدن ندارم، ولی تو همین یه ماه از دل ورزش ببین چند تا کار در اومده. الناز رکابی اعزام شده به عنوان تیم ملی زنان سنگ نوردی ایران، رفت اونجا بی حجاب رفت، تبدیل شد به یه نماد، تبدیل شد به یه قهرمان. ساعت 4 صبح رسیده فرودگاه خمینی تو تهران که میدونیم که چقدر از شهر فاصله داره، جمعیت نزدیک 1000 نفر اونجا اومدن استقبالش، دارن کف و سوت میزنن براش، و من میدونم چقدر بردنش اونجا تو زنجان خونهشون محاصره بود و تحت فشار بود. این از اون همون چند روز قبل من پرسپولیسی هم خودم، ولی تیم استقلال برد جام، سوپر جام برد، قهرمان شد، رفتن رو سکو یه عکسی گرفتن تاریخی، کاپو بردن بالا، همه قیافه ها خشمگین و غمگین، اصلا تاریخی، یعنی هیچ کی خوشحالی نمیکنه و چقدر این خودش نمادینه. همین کارو دوباره دیشب پریشب تیم فوتبال ساحلی ایران قهرمان جام بین‌المللی شد، همین کارو کردن. موقع خوندن سرود جمهوری اسلامی همه ساکت وایسادن، نخوندن، بازیکن ایران گل زد به حالت نمادین، اومد مو رو قیچی کرد و همه اینا چقدر تبدیل به قهرمان شد. آدمی که نمیشناخت کسی اینا رو، حالا فکر کن شما تو میدان جام جهانی یه دفعه سردار آزمون یه حرکتی بکنه. من امیدوارم این کارو بکنن، یعنی همین امروز اتفاقا تو برنامه هتریک هم من بودم و یک دو نفر دیگه راجع به همین داشتیم بحث می‌کردیم. من گفتم آقا اولا من به نظر من جمهوری اسلامی سعی داره بگه این تیم مثلا تیم جمهوری اسلامیه، ولی من میگم آقا این تیم‌ها همیشه اول آخرش تیم ملی ایرانن، چون تهش مثلا این جمهوری اسلامی بالاخره امسال نه یه سال دیگه، دو سال دیگه، نه 10 سال دیگه میفته میره، ولی این تیم‌ها هر افتخاری گیرن آخرش. الان من که میگم آقا ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده، دیگه نمیگم تیم شاهنشاهی 3 بار شده که، نه تیم ایران شده، حالا اون موقع شاه بوده. یا الان مثلا این تیم ایران رفته جام جهانی توی مثلا این دوره، بعدها دیگه هیچ کی نمیگه تیم جمهوری اسلامی رفته، میگن تیم ملی ایران رفته. در نتیجه اینا تیم ملی، و من امیدوارم که این بازیکنان برای اینکه بفهمن جایگاهشون، بفهمن مردم ازشون انتظار دارن، از این فرصت‌ها استفاده کنن، کارهای نمادی میکنن. بالاخره هنرمند، بازیکن، سلبریتی، اینا در این حال که به نظر من اونا هم حق دارن، اصلا حق داره اصلا حتی کسی نکنه، یعنی میگه آقا من به هر دلیلی نمیخوام بکنم، حقش داره، ما به زور که نمیتونیم با آدم بکنیم، ولی در این حال اینا چون محبت مردم میگیرن، توجه مردم میگیرن، مسئولیتشون هم بیشتره، یعنی انتظار جامعه هم ازشون بیشتره. امیدوارم اینا هم، این فوتبالیستای تیم ملی هم توی جام جهانی یه کاری بکنن، از یه فرصتای استفاده بکنن، یه ابتکارایی بزنن که واقعا این تیم ملی رو مردم هم بهش بتونه افتخار هم بکنن دیگه. ممنون، تشکر. اجازه بدید دو نفر برای بار دوم دست بلند کردن، خیلی کوتاه. آقای بهنام خیلی کوتاه، ساعت 10 معمولا ما جلسه رو به هر حال تعطیل می‌کنیم، بفرمایید. خیلی کوتاه. چش، اول محسن بگم که تازه فهمیدم چرا با آقای عربشاهی خوب کانکت کردم، ایشون ظاهرا پرسپولیسی هم، من پرسپولیسی هستم، مشخصه که چرا صحبت خیلی هوشمندانه صحبت میکنن. یه چیزی محسن بگم راجع به خارج کشور، من سال 54 اومدم آمریکا، همون سالی بود که
قضیه مجاهدین پیش اومد و نمیدونم توش بخش مارکسیست شدن و تغییر شهرام و نمیدونم افراخته و شریف واقفی و فلان چیزا. وقتی اومدم خارج از این طرف خیلی خوشحال بودم که چون ایران اخناق بود دیگه، آگاهی سیاسی پیدا میکردم، از این طرف دیگه وحشتناک تفرقه بود. ولی سال 57 دیدیم که مثلا مجاهدین وقتی زندان آزاد شدن اطلاعیه دادن، گفتن اصلا مسئله درون خلق بود و کسی ربط نداره. من فکر می‌کنم خارج همیشه به همین شکل بوده، تو خارج همیشه نفاق بوده و الان هم هست. بقیده من حالا نمیخوام واقعا میگم غیر منصفانه صحبت کنم، ولی من بخش وسیعش من فکر می‌کنم از طرف سلطنت طلب‌هاست، شاید به خاطر اینکه متوجه شدن که اونطور که فکر میکردن مقبول نیستن حداقل تو این حرکت. ولی میخوام برگردم به سال قبلیم و یه خانومی هم سوالو کردن، من ببخشید اسمش یادم رفته، بکنم خانوم مانیکا بودن. بله ببینید سوالی که من کردم راجع به رهبری این جنبش، از این طرف ما میشنویم که به شکل جزیره هست فعالیت ها، ولی از این طرف خیلی is very coordinated. مثلا سال 96 بود، در آن واحد 96 نمیدونم 96 شهر شلوغ شده بود، درسته؟ مثلا همین قضیه واسه مهسا امینی همچین اتفاقی میفته، فرداش یا پس فرداش میبینیم همچین حرکتی ایجاد شده، درسته؟ پس یه سازماندهی توشون هست. یعنی خیلی فکر میکنن که سازماندهی نیست. آره چیز نداره، فیس نداره، نمیدونم اسم نداره، رهبری مشخص نیست، شاید تو میدون مشخص بشه بعدن، ولی به نظر میشه سازماندهی سراسری توشون هست. این موقع سر نظر شما رو بپرسم در این مورد. تشکر. آخرین نفر آقای قهرمانلو بفرمایید و شما 10 دقیقه، شما چند دقیقه صحبت کنید، بعد شما 5-6 دقیقه بحثتون رو میتونید رفع بکنید. بفرمایید آقای قهرمانلو. عرض کنم من سوالی نداشتم، فقط خواستم جهت آگاهی دوستان برسونم. شبکه من و تو بودجش از پنتاگون میاد و برنامه‌اش هم خیلی فرق داره با وایس آف امریکا. اصلا سریال میسازه به طوری که در الان یادم نیست کدوم سریالش بود، اینقدر گل کرده بود که بازار تهران میبستن که ساعت 8 برسن زود اون سریال رو نگاه کنن. بعد لابلای این سریال ها اخباری که خودش دوست داره، مثلا سخنرانی مصاحبه فرح رو اینا رو میذاره. اینوش آقای کورش عرفانی اگه اشتباه نکنم طور مفصل با سند چند سال پیش درست بعد از اینکه این شبکه ایجاد شد اومدن گفتن، شاید هم تو یوتیوب باشه و استودیوی هم که گرفته بودن در لندن آقای رضا فاضل یا رضا فاضلی اگه کمک بکنید یادم نیست، اون این استودیو رو داشتن که از اون خریدن و بودجه و ایناش الان یادم نیست 16 میلیون دلار اینجوری بود. خلاصه بودجه کلانیه و تولید میکنه، سریال تولید میکنه، فیلم تولید میکنه اینا که مردم جذب بشن، بعد لاغلاش اون سیاستی که خودشون دارن اعمال میکنه. من مزاحمتان نمیشم، شبتون خوش. بسیار عالی. آقای عربشاهی شما اگر صحبت دیگه غیر از اینا دارید، من وقت بیشتری به شما میدم، میتونید تا 10 دقیقه هم صحبت بکنید اگر صحبتی مونده بفرمایید. مرسی. نه خیلی طولانی نیست، من فقط هم از آخر بگم که این موضوع رو در مورد منم شنیدم، ولی واقعا دقیق نشدم درش که ببینم چقدر درسته یا نه، برای همین نمیتونم خودم چیز کاملا شنیده های منم شنیدم در حد شنیده داشتم اینا. در مورد اون بحث سازماندهی که آقای بهنام گفت، ببین واقعیت اینه که آره من کاملا قبول دارم این سازماندهی هست، ولی از اون جنسی که ما از سازماندهی سراغ داریم نیست. یعنی سازماندهی شبکه‌ای افقی، سازماندهی عمودی نیست. یعنی مثلا شما وقتی میگیم سازماندهی، ناخودآگاه تر ذهن ما اینه که مثلا یه مرکزیتی هست، این میاد سازماندهی میکنه. به نظر من این سازماندهی ها در واقع وقتی میگیم افقیه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید آقا اینجا ممکنه چه میدونم توی مثلا کانون یا توی هر جای دیگه
تو تشکلات تو سازمان ها معمولا یه مرکزیتی هست، حالا یا یه هیئت مدیره انتخاب میشه یا یه شورا مرکزی هست یا یه مثلا هیئت سیاسی اجرایی، اینا انتخاب میشن بعد اینا میشینن برنامه‌ریزی میکنن بعد مثلا به بقیه میگن حالا بریم فلان جا فلان کارو میکنیم. اینا من چون تو بخش دانشجوییش یه خود سعی کردم دقیقاً بشم و سوال میکنم از بچه‌هایی که هستن که چه جوری با هم دیگه این قرار مدارا رو میذارن، کی هست اینا، ببین واقعا تو این چت گروه ها هست، یعنی خیلی وقتا مثلا وقتی میگیم توی این سوشال مدیا یعنی توی اون چت گروه ها انگار بچه ها با هم دیگه بحث میکنن، مشکل مثلا هست، مثلا فلان آدم حراست مثلا فلان کارو کرده، همونجا بحث میشه، هر کی یه نظری میده، یکی میگه آقا بریم مثلا فردا مثلا دم در حراست تجمع کنیم، اون یکی میگه نه مثلا بریم دم در سلفی، یکی میگه فلان، بعد یوهو مثلا این میگه اون میگه، یه دفعه یوهو یه جا انگار یه دفعه اینا یه چیزی با اقبال بیشتری روبرو میشه، یهو یه موضوعی رو مثلا از اون جمع مثلا حالا 100 تا دانشجو توی اون چت گروه هستن، یوهو یکی از اینا انگار اومد بالا، یکی از این ایده ها سیقل خورد اومد بالا، یه دفعه 70 80 نفر میگن آره این خوبه بریم اونجا، یعنی اینجا هیچ تو نمیتونی واقعا بیای آخرش بگی آقا مثلا یه جمع مثلا بوده که این سازماندهی کرده، کلیت اینا انگار اون فضای عمومی اون عرصه عمومی شکل گرفته، با هم حرف زدن خیلی خیلی، حالا یه جورایی شاید مثلا من شاید شبیه این دموکراسی مثلا آتنی هم بوده دیگه، میگفتن تو میدونا جمع میشدن با هم دیگه بحث میکردن یوهو یه تصمیم میاد، انگار حالا اومد تو فضای مجازی دیگه، یعنی اینجوری با هم دیگه بحث میکنن تصمیم، یوهو حالا تو سطح بزرگترش ممکنه مثلا تو توییتر آدم با هم حرف میزنن، توی سوشال میدیا خیلی جاها یوهو میبینی یه ایده میاد بالا، یه دفعه مثلا آقا اینکه آقا 40 ما بریم، حالا یکی شاید معلومم نیست کی گفته، مهمم نیست کی اولین بار گفته، ولی میبینی آقا یکی گفته یوهو این ایده مثلا این میگه آره این خوبه اون خوبه فلانه بریم، بعد حالا یوهو میبینی آقا تمام مثلا جامعه و 40 ما دیگه از ما قراره بریم، حالا تهشم ایده جدیدی هم نبوده که بالاخره 40 ما از قدیم هم بوده، ولی این به نظر مدل سازماندهی هست، ولی سازماندهی افقی شبکه‌ای که میگیم این شکلیه، عمودی هرمی اینا نیستش، یه مرکزیت مثلا خیلی مشخص و منسجمی نداره، حتما یه آدمای هوشمندترن ایده های بهتری میندازن، حتما یه آدمای بلدن مثلا بیشتر بلدن قانع کنن سر ایده خودشون اون جمع کلان رو مثلا بهتر پرزنت میکنن، ولی فکر نمیکنم مثلا یه مرکزیت خیلی مشخصی باشه، یا یه سری اینفلوئنسر اصلا همینه دیگه، میگن آقا فلانی تو سوشال مدیا اینفلوئنسره، یعنی میتونه تاثیر بیشتر میذاره، مثلا من ممکنه توانمند نباشم اونجا نتونم تاثیر بذارم، حتما یه سری اینفلوئنسرن تو این داستان، ولی دقیقا همون سازماندهی شبکه افقی این چیزیه که رخ داده به نظر من برای فهم ماجرا تو سطح دانشگاه، من دقیقترش که دنبال کردم دقیقا همین هستش و فکر میکنم که الگویی که داره عملی میشه دیگه. خیلی هم دیگه صحبت کردیم، خیلی خیلی من ممنونم از وقتی که به من دادین، بحث خیلی خوبی بود، نکاتی که دوستان مطرح کردن خیلی من خودم استفاده کردم از اون نکات، و اینکه اون حالا بحث پنجشنبه که گفتید، حالا من میدونم اونجا اون بحث داشته باشید که بحث خیلی خوبی که ما چی کار میتونیم بکنیم، هر کدوم از ما وظیفه‌مونه که الان فکر بکنیم، بالاخره ما الان در یه شرایط امنی هستیم، اون آدما که اونجا هستن آره میدونم خیلی از این آدم ها اینجا هم هزینه های خودشون رو دادن در یه دوره هایی، ولی بالاخره الان در این موقعیت اونان که میرن زندان، اونان که گله میخورن، اونان که تو اون فضای پرتنش هستن، هر لحظه شب خوابیده ممکن در واشه یه 10 نفر بریزن دستگیرش کنن ببرن، پس ما اینجا از این شرایط امنمون میتونیم طبیعتا استفاده کنیم، فکر کنیم هر کمکی که میتونیم بکنیم دیگه، حالا در هر حدی، هر کسی میگم در یه جایی باز دوباره یه نسخه واحد نداره، شاید برای من مثلا یه کارایی من باید انجام بدم، آقای ایکس یه کارایی، خانم ایگر یه کارایی دیگه، هر کس خودش تو اون جایی که هست میفهمه اون یه قدمی که باید برداره کجاست، به کدوم سمت، ولی اونو برداریم حتما، اونو حتما برداریم که بتونیم کمک بکنیم، بالاخره این اتفاقیش که اگر بیفته هم میدونم آرزوی خیلی همون برآورده میشه، شماها شاید بیشتر از من سالهای بیشتری هزینه های بیشتری، ولی بالاخره آرزوی هممون و همین که در واقع سودش و منفعتش برای همه ما هم خواهد بود دیگه، برای همه مردم ایران خواهد بود، بنابراین امیدوارم که به اون سمت بریم و بریم جلو، و خیلی باز ممنون از کانون و دوستانی که این جمع خوب رو سالهاست که نگه داشتن، انشالله که سالهای سال همین جمع ادامه پیدا بکنه با برنامه‌های عالی، ممنونم. با درود.